با سلام های بسیار گرم به همه شما بینندگان عزیز، برنامه پخش مستقیم میبینید و من کیوان جاوید به مدت 2 ساعت با شما خواهم بود. موضوع برنامه مذهب ضد بشری هست. مذهب ضد بشری هست برای اینکه وضعیت موجود رو، فقر و نابرابری و تسلیم در مقابل طبیعت و در مقابل حکومت ها، تسلیم در مقابل فقر رو به ما میگه و آموزش میده و جهل خرافه هست و در مقابل علم قرار میگیره. و اگه علم در مقابل مذهب نمی جنگید، اگه جامعه بشری در مقابل مذهب نمی جنگیدند، مسلماً ما امروز بسیاری از ساده ترین بیماری ها رو حتی نمی تونستیم درمان کنیم. اگه جامعه رو با مذاهب، از با اسلام، با بودیزم، با مسیحیت، با یهودیت، با همه این چیزهایی که میدونیم تنها میذاشتیم، اگه بشر رو با اینا تنها میذاشتیم و به این امید که خدا خودش درمان میکنه و خدا خودش شفا میده، امروز کجای جهان قرار گرفته بودیم؟ امروز بشر کجا وایستاده بود؟ امروز سرطان چه کار میکرد؟ امروز سل و وبا و بقیه بیماری ها چه کار میکردن؟ امروز اگه یکی تصادف میکرد تکلیف چی میشد؟ و هزاران هزار مسئله دیگه. انسان داره کرات یکی پس از دیگری داره میگرده و کاوش میکنه و میخواد به اینجا برسه که دنیا چیه و از کجا اومدیم و چطور میتونیم پیشرفت بکنیم، چطور میتونیم نسل بشری رو و چطور میتونیم نسل موجودات زنده رو نجات بدیم و حفظ کنیم. و مذاهب در پایه‌ای ترین شکل علیه اینا بودن و هر کجا که میبینیم آخوندی، اسلامی، نمیدونم کشیشی، هر کس میاد یه ذره چهره انسانی میخواد به خودش بده، میگه که اصلا مذهب نباید در قدرت باشه، مذهب نباید کاری به کار دولت داشته باشه و مسائل از این قبیل. بدونید که ما مردم جلو اومدیم، بدونید که روشنگری شده، بدونید که ذهن مردم باز شده، بدونید که جنبش های اعتراضی، جنبش های فرهنگی، جنبش های فردی و اجتماعی اونقدر پیشرفت کردند که جریانات اسلامی سنگ یا جریانات مذهبی سنگر از دست دادن و عقب نشینی کردند در مقابل ما مردم. خط تلفن بازه، میخوام ببینم شما که مذهب رو کنار گذاشتید چطور شد مذهب رو کنار گذاشتید، چه تأثیری بعد از اون پذیرفتید، آیا هرگز مذهبی بودید، آیا مذهب و آخوند موضوع رو بیشتر، نمیخوام حتی ایرانی بکنم و یا در رابطه با مسائل ایران صحبت بکنیم، ولی به هر حال خودمون خیلی تجربه داریم، چطور شد که مذهب در ذهنتون فرو ریخت؟ چه مشخصاتی داشت؟ چه مختصاتی داشت تا کمرنگ شدن مذهب در ذهن شما؟ برنامه امروز یه برنامه خلاصی مذهبیه و من فکر میکنم جنبش غیر مذهبی در ایران ریشه های عمیقی داره و وسیعی داره و قدیمیه. اینطوری نیست که فقط با جمهوری اسلامی ما تفکرات به اصطلاح غیر مذهبی رو شاهدش هستیم. زمان شاه اگر نگاه بکنید، بزرگترین جریان سیاسی ضد حکومت شاه چپ و غیر مذهبی بود و در اگه یادتون باشه یا اگه تاریخ خونده باشید، در بزرگترین سازمان مذهبی ضد شاه که مجاهدین بود، انشعابی صورت میگیره که بخش وسیعی انشعاب، بالاخره کل سازمانش خیلی کوچیکش میمونن مذهبی و بقیهشون مارکسیست میشن. و این نشون میده که، و پیشتر از اون اگه ببینیم نگاه میکنیم صادق هدایت رو داریم یا شخصیت های دیگری داریم که میبینیم چهره های ضد مذهبی ایران رو تشکیل میدن، هرچند که قشر روشنفکر رو که تحت تأثیر سیاست به اصطلاح غرب ستیزانه هستن میبینیم بیشتر به مذهب میبینیم باج میدن یا کوتا میان یا مذهب و متحد خودشون میبینند. و شخصیت های غیر مذهبی مثل جلال احمد میبینیم که چقدر با مذهب خودشونو یکی میکنن. اما دور جدیدی از حرکات و اعتراضات و تفکر ضد مذهبی و غیر مذهبی رو تو جامعه میبینیم، میبینیم با وفور در جوانها و در قشر روشنفکر این عمیقا ضد مذهبی بودن
شکل گرفته و به بار نشسته، نه اینکه جامعه اینطوریه که مردم فقط جمهوری اسلامی رو دیدند و الان میگن که آخوند بده و آخوند برای از این زاویه فقط مذهب رو نقد کردن. مذهب رو نقد کردن چون با دنیا در ارتباطن، چون با روشنفکران، چون با غولهای فکری غیر مذهبی در دنیا در ارتباطن. من فکر میکنم ریچارد داوکینز رو خیلی ها در ایران میشناسند، خیلی چهره و شخصیت محبوبیه و به خاطر اینکه یه داروینیسته و وقتی اصل انواع و بشر انسان از کجا آمده است رو وقتی توضیح میده، وقتی تکامل بشری رو، وقتی تکامل موجودات رو که از داروین گرفته و بس داده و امروز داره توضیح میده، من فکر میکنم خیلی طرفدارای پروپاگورسی در ایران داره. سکولارها، کسایی که و غیر مذهبی ها به نظر من پایگاه بسیار عمیقی در ایران دارن. چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ خب همه اینا درست، همه اینا سر جای خودش، چه تأثیری داره به زندگی امروز من و شما؟ چه تأثیری داره که ما امروز بیایم تازه بگیم که ما غیر مذهبی هستیم؟ خب هر کی میتونه غیر مذهبی باشه و زندگی همینی باشه که هست. من فکر میکنم اولین قدم برای تغییر جهان اینه که خودمون ببینیم کجا وایستادیم، خودمون چه تغییری کردیم. نمیشه کسی از مذهب بترسه، کسی فکر بکنه که مذهب رهایی بخشه، کسی که فکر بکنه مذهب میتونه ما رو نجات بده، کسی که میتونه مذهب درد ما رو تسکین بده و بعد بخواد کاری بکنه که جهان یا کشورش یا جایی که زندگی میکنه تغییرات بنیادی و اساسی بکنه. به نظر من ترس حکومت اسلامی هم از همینه. حکومت اسلامی کاری کرد که مذهب عیان جلوی چشم مردم قرار بگیره. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. خیلی ممنون عزیز من، بفرمایید، صحبت کنید. من یه سوال کوچیکی از شما دارم آقای. بله، گوش میدم. امیدوارم جواب این دو تصاویز بهم بدید. صداتون قطع شد، امیدوارم دوباره زنگ بزنید و بازم این سوالی که داشتید رو مطرح بکنید. خیلی خوشحال میشم که بیان صحبت بکنید. ولی بذارید از همین حالا بگم، اینکه خامنه ای خوب است و اینکه مردم همه مسلمان هستند و اینکه مردم نمیدونم 99%شون همشون اسلامی هستند و اینکه بچه به دنیا میاد تو گوشش نمیدونم بسم الله میگن، اینا دعواهای حکومت اسلامی با ما مردم، با ما و با مردمه. اینا رو نه شما جدی بگیرید نه ما جدی میگیریم. مسئله بر سر اینه که خود حکومت اسلامی هشدارهای زیادی داره میده، سرانشون از نماز جمعه هاشون تا که بیدینی داره بیشتر میشه، بی نمازی داره بیشتر میشه و اینا رو در نظر بگیرید و بعد بحث کنید. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. الو، سلام عزیز من، گوش میدم، بفرما. شما رو خطید. آقای جوادی؟ بله منم عزیز من، گوش میدم. خسته نباشی آقای جوادی. مرسی آقای جوادی. دیروز من زنگ زدم از خانوم که مجید دیروز دومدن سوال کردم در رابطه با کمونیست. ببین امشب برنامه در رابطه با مذهبه، برنامه امشب ما در رابطه با مذهبه، برنامه ما در رابطه با مذهب، مذهب مانع زندگی بشریه. نظر شما در این مورد چیه؟ مثل اینکه شما رفتید در کلاس درس شیمی و میخواین در رابطه با شیمی صحبت کنید. لطفاً در رابطه با ادبیات در کلاس درس شیمی صحبت نکنید. بفرمایید. بله. من امروز برنامه‌تون یه خورده به نقطه نظر من فکر می‌کنم نزدیک باشه. من خواستم سوال کنم در رابطه با کمونیست. مخاطبم اینا کمونیست تو دنیا الان یه خورده. بله گفتم پارازیتی های حکومت اسلامی رو، یا موضوع بحث کاملا مشخصیه، آیا مذهب ضد پیشرفت زندگی بشری هست یا نیست؟ موضوع اینه. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. آقای زاوید، من یه جوان 30 ساله، این مملکت به نظر شما چقدر خوشایند دارم. یه سوال از شما دارم. گوش میدم. الو، گوش میدم عزیز من، بفرم. یه سوال کوچیک از شما دارم. گوش میدم. یه دلیل قانع کننده به من بدید. نه آقای جاوید، چرا سایت ها همش فیلتره؟ چرا من یه سایت میخوام باز کنم
این زن مذهبی، علمی، اجتماعی. بله. لطفا اینو توضیح بدید. بله، بذارید من اولا دوست دارم از شما بپرسم مذهب چه نقشی در زندگی خود قطع کردن؟ معلومه سایت ها فیلتره، برای اینکه جمهوری اسلامی از علم وحشت داره، از اینترنت وحشت داره. اگه اینترنت هست جمهوری اسلامی عقب رونده میشه، مذهب ضعیفتر میشه. مذهب معلومه که اینترنت رو با دعا و با سجاده و با نماز و با تسبیح درست نکردن. معلومه وقتی یه کسی دچار یه بیماری لاعلاج میشه، انسانها، دکترها، نمیدونم دانشمندان نشستن فهمیدن که چجوری میشه یک مریضی رو درمان کرد. ننشستن گفتن خدا 7 روز جهان را آفرید و روز آخر انسان را آفرید و زن از دنده چپ مرد به وجود آمد و بنابراین خدا حافظ، تموم شد. براش زحمت کشیده شد. وقتی سیب از درخت میفته و قدرت جاذبه رو وقتی ازش در میارن، انسان میتونه موشک هایی درست بکنه که از جاذبه بگذره و از سطح زمین عبور کنه و به کهکشان ها و بی نهایت سفر بکنه. معلومه که اینا رو فیلتر میکنن که شما ندونید روسو کی بود، نمیدونم ولتر کی بود، شما ندونید داروین کی بود، شما ندونید گالیله کی بود، شما ندونید ریچارد داکینز کی بود، شما ندونید مارکس کی بود، شما ندونید لنین کی بود. معلومه فیلتر میکنن عزیز من، ولی آیا تونستن در مقابل علم، خدا تونست در مقابل علم دوام بیاره؟ مذهب تونست در مقابل علم دوام بیاره؟ مذهب و خدا و حکومت اسلامی تونستن جلوی اینترنت رو بگیرند؟ نامرئیه، خدای امروزه، نامرئیه، دیده نمیشه، خدای امروزه، ولی میتونی هر لحظه زندگی تو باهاش ببینی. میتونی یک ورزشکاری، همین چند وقت پیش، اسمش الان مد نظرم نیست، یکی از ورزشکارای زیبای اندام ایرانی که تو بیمارستان خرج بسیار زیادی برای درمانش باید بپردازه، پول نداره، یک ویدیو کلیپ درست میکنه، تمام دنیا ورزشکارهای بخشای زیادی بهش کمک میکنن، شده یه جنبش با اینترنت. دنیا رو با هم دیگه علم وصل کرده در مقابل جهل، در مقابل خرافه است. شما رو خطید گوش میدم. سلام گوش میدم. بله بله، ایشون هم سخنرانی کردند. اینجا حرکت رو نمیتونید نگه دارید، نمیتونید مانع زندگی بشید، نمیتونید مانع روشنگری بشید و اینو هر روز میبینیم. من دوست دارم جوانای غیر مذهبی، کسایی که مذهب رو عمیقا شناختند، کسایی که بحث میکنن در نقد مذهب، کسایی که بحث میکنن در نقد خرافه، کسایی که مذهب و خدا و اعتقادات مذهبی رو به طور علمی کنار گذاشتن، شما چه تأثیری بر دور و برتون دارید میذارید؟ شما چه آثاری دارید منتشر میکنید؟ شما چه نوشته هایی دارید؟ شما چطور میتونید دارید چه کار میکنید؟ جنبش ضد اسلامی، جنبش ضد مذهبی، جنبش مذهب نخواستن در ایران به نظر من یکی از قوی ترین جنبش های موجود در جهانه. تصور بکنید. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. گوش میدم، شما رو خطید. الو، شما رو خطید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام، مرسی، بفرمایید. گوش میدم. خواستم راجع به موضوع برنامه که مذهب مانع زندگی بشری هست صحبت کنم. بفرما. به نظر منم حقیقت حقیقت اینه واقعا، اینکه توی ایران الان جوانایی که با مذهب در واقع روش میکنن به سن جوانی که میرسن دچار تضاد میشن، دچار تضادهای درونی، دچار دوگانگی میشن، تکلیف خودشون هم نمیدونن با خودشون چیه. اینجا وقت دیده میشه از بچه های 5-4-5 ساله رو میذارن توی مهد کودک ها کلاس های قرآن. بله. دیگه
دیده میشه بچه‌ای که اصلا علاقه به این موضوع هم ندارن، علاقه به این کاملا مشخص از شخصیتشون به ورزش به مسائلی دیگه علاقه دارن، ولی پدر مادرها به اجبار وارد این مقوله میکنن. بعد میبینید تو 12 سالگی 18 سالگی 20 سالگی دچار بحران میشن. واقعا فاجعه است. من نمیدونم شما میتونم بپرسم بله میتونم از شما بپرسم خودتون آیا مذهب رو در فرد خودتون کنار گذاشتید؟ با مذهب کنار یعنی کنار گذاشتید چطور؟ با مذهب چه تعریفی از مذهب برای خودتون داشتید یا الان دارید؟ این خیلی مواقع به نظر من خود مذهب اصلا انسان رو مثلا یاد گناه کردن یاد گناه و سوق میده به سمت گناه. اصلا اون جز اون نظام هایی که برای شناخت این هستی باید بکار بره، مثل علم، مثل فلسفه، مثل چیزایی دیگه اصلا به درد بشر نمیخوره. خب شما خب خودتون بله بفرمایید. خودتون با دوستاتون که هستید بعد ایشون قطع کردن، قطع شد. به هر حال خیلی ممنون دوست عزیز، واقعا خیلی خوشحالم که این دوستمون اومد، این خانم در مورد مذهب نظرشو گفت. من دوست دارم اینو به یه بحث عمومی تبدیل کنیم و این حرفا رو باید بزنیم، اینها باید تو جامعه بیشتر رواج پیدا بکنه، اینها باید عمومیتر بشه. ببینید همونطوری که گفتم، اگه امروز بشر اینجا زندگی میکنه، در این سطح از تمدن زندگی میکنه، اگه بشر امروز از نظر تکنیکی به اینجا رسیده، اگه بشر از نظر علمی و از نظر بهداشتی و از نظر پزشکی به اینجا رسیده، آیا میتونست بشر همون قوانین الهی رو که کلیسا به طور مثال گذاشت، به طور مثال کلیسا وقتی گالیله رو مجبور میکنه، میگه یا در آتش میسوزی یا اعتراف میکنی که اشتباه کردی و همچنان این خورشیده که به دور زمین میگردد، آیا اگه با این تفکر غالب بود امروز ما اینجا زندگی میکردیم؟ شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام عزیزم، گوش میدم، بفرمایید. خب باشه، گیریم، باشه باشه، هر چی فوش میخوای بدی بده. ببین آخرش تو مجبوری بیای رو کانال جدید حرف بزنی. پیش از تو خانومی اومد، هر چی بود در رابطه با مذهب تو، هر چی بود در رابطه با ولای فقیه تو گفت. تو میتونی اونجا بشینی تو خونت زجر بکشی و درد بکشی و میلیون ها نفر در تهران ماهواره داشته باشن به این برنامه رو گوش بکنن. تو میتونی نیروی مسلحتو برداری تو خیابونا بیا، مجبوری بالاخره مجبوری به ولایت فقیه خودت، به فرهنگ ولایت فقیه خودت برگردی. ولی ببین با فوش نمیتونی جلوی جامعه رو بگیری. اگه تو فکر میکنی میتونی با فوش جلوی پیشرفت جامعه، جلوی پیشرفت اجتماع، جلوی تمدن بشری رو بگیری، پیشتر از تو در قرون وسطا کلیسا، دیشب یه فیلمی کانال جدید داد، امیدوارم فیلمو دیده باشید، فیلمی که مسیحیت کاملا با همه دقتش رو زندگی مردم داره توجه میکنه. یک صحنه از فیلم اینه که یک خانومی در اون فیلم در یه مهمونی گوشت خوک نمیخوره و انگیزاسیون به اصطلاح تفتیش عقاید کلیسا در اون دوره پیش از انقلاب کبیر فرانسه، این صحنه در اسپانیا است، میبرنش و با زیر شکنجه ازش اعتراف میگیرن که ثابت بکنن و میگه که من یهودی بودم، برای این گوشت نمیخورم. اول میگه من اصلا مزه گوشت خوک رو دوست ندارم و بعد زیر شکنجه مجبورش میکنن که اعتراف بکنه که یهودی بوده و واسه همون 15 سال از عمرش رو، این دیشب فیلم سینمایی بود که در کانال جدید دیدیم. خب مسیحیت کجا وایستاده امروز؟ کجا وایستاده؟ مسیحیت در جامعه در اروپا دست اول داره یا غیر مسیحیت یا غیر مذهبی بودن دست اول داره؟ با فوش، با ولایت فقیه، با مرگ بر ضد ولایت فقیه میخوای بیاد جلوی این موج بگیری؟ آخه فکر نمی کنی زیادی
معیوب مغزت، شما رو خطید گوش میدم، بفرما. مرسی، بفرما عزیزم. میگم این مرزی عربی رو خط فوش میداد، این یا بابا شهیده یا جانبازه یا قفیزیه، یکی از این مخبار خامنه ایه. بگو مرزی که عربی با مذهب بده با دینه، این دین مال ملاه هست، یه موش ملاه دور به کسیف، یه موش ملاه آقامونده. ناله ناله، شما در مقابل بله شما در مقابل علم و پیشرفت و ترقی، علم و پیشرفت و ترقی رو خوبیشون قطع کردن، قطع شدن. خیلی ممنون عزیز من، آفرین آفرین، اومدی جواب اون ولایت فقیچی رو دادی و گفتی که چیان. اگه برید آمار بگیرید، برید عزیز من، دوست من، میتونی بیا اینجا به ما فوش بدی و بری، ولی برو از تریبون نماز جمعه دارن اعلام میکنند فاتحه مذهب و اسلام و خدا و پیغمبر و نماز خونده داره میشه، جوونا روز به روز دارن غیر مذهبی تر میشن. شما رو خطی در عزیز من، گوش میدم، بفرما. من یه بسیجی هم آقای جاوید، لعنت در هرچی بسیجیه، لعنت در هرچی اطلاعاتیه، لعنت در دستش. مرسی. بله عزیز من، همه این چیزهای درست گفتی، اون یه قدم آخرم بردار، گفتی من یه بسیجی هم، لعنت بر هر چه بسیجی، لعنت بر هر چه اطلاعاتی، اون یه قدم هم بردار، بیا تو جمع مردم، بیا با مردم، بذار قدرت ما صد چندان بشه. همین حرفا رو برو تو خیابون بزن، تو جمع بزن، با دوستات بزن، و درود بر مردمی که این چنین واقعیت جامعه رو شناختن. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. بفرما، مرسی. بله صدای ایشون رو قطع کنید اتاق فرمان. ایشون هم بذاریم، کاری با شما میکنیم که دومتون رو کولتون بذارید از اون مملکت فرار بکنید، کاری باهاتون میکنیم که مذهبی بودن تو اون جامعه، همه بگن خب آزادن باشن، آدم هر آدمی آزاد زندگی کنه، هر آدمی حق داره زندگی بکنه، به خاطر اعتقادات مذهبی آدم‌ها رو کوچکتر یا بزرگتر یا حقوق کمتر یا حقوق بیشتر تعلق بهشون نمیگیره، ولی کاری میکنیم مذهب شما مایه خنده مردم بشه و این اتفاق داره میفته. برید تو مردم نگاه کنید، برید رو فیسبوک ها نگاه کنید، برید ببینید چقدر جامعه، چقدر دختر و پسر، چقدر جوان ها، چقدر دانشجوها، کیلومترها از مذهب، از اسلام، از آخوند فاصله گرفتن. یه لحظه بشینید فکر کنید چرا. شما رو خطید، گوش میدم، بفرما. کیوان جاوید، شبتون بخیر. مرسی عزیزم، شب شما بخیر. خیلی جالبه برنامتون. من چند روز پیش یه جلسه بودم که یک سوال از اون جمع شد، تقریبا میتونم بگم که تو حکنی، منطقه حکنی شرق لندن. بله. گفتن که 16 تا قلم بهتون میدین مثل تیم کار کنید، بگید که تو شرایط بحرانی مثلا گیر کردید تو جایی و قرار خودتون رو نجات بدید، از این 16 قلم در واقع چیز کنید، مقدم ببینید چی لازم دارید، دو روز راه دارید، برید کمک بگیرید برای بقیه که گیر کردن تو راه. جالب اینجا بود که از 16 قلم، قلم آخر و همگی کسایی که تو اون جلسه بودن کتاب مذهبی گذاشتن، هممون خندیدیم. میخوام بگم که این خیلی گویاست، میگه که در واقع تو شرایط اینطوری مردم حتی به کتاب هایی که به اصطلاح مقدس و مذهبی میخونن احتیاج ندارن، مردم به آب احتیاج دارن، به نقشه احتیاج دارن که راهشون رو پیدا کنن، به کبریت احتیاج دارن که اگه سردشون شد آتیش روشن کنن، به چراغ قوه احتیاج دارن، به غذای خشک احتیاج دارن، به کمک های اولیه، به پتو و غیره احتیاج دارن. بنابراین نکته این بود که تا
تمامی کسایی که اونجا بودن به کتاب مقدس رای ندادن. آماری هست برای تو لندن رو میگم و خود بخوان این حدیث مفصل در ایران 2011 که 4 سال پیش میشه تو همین منطقه که من حضور داشتم 25% مردمشون اعتقاد به هیچ گونه مذهبی ندارن و این خیلی باید جالب باشه. تو لندن که حدود کمتر از 10 میلیون جمعیت داره همچین رقمی واقعا گویای مسئله هستش و تو مقیاس وسیع‌تر بریتانیا این رقم هم خودشون نشون میده. خیلی ممنون از این خیلی ممنون مرسی عزیزم. بله مذهب پول داره، مذهب کلیسا داره، مذهب مسجد داره، مذهب از مردم مالیات میگیره، مذهب دولت داره، مذهب اسلحه داره، مذهب تمام بلنگوها رو بهش دادند، ولی مذهب در مقابل علم و در مقابل پیشرفت و در مقابل روشنگری روز به اصلا مایه خنده جامعه بشریه. شما رو خطید گوش میدم بفرم. سلام آقای جاوید، خط نباشید. سلام بفرما. بله. بله. یه 3-4 تا تیم جمهوری اسلامی چی؟ من فکر میکنم بالاخره حق ماموریت دیگه. اینا هم باید مامورند و معذور به هم حرفای تکراریشون رو بزنن. در مقابل چی؟ نمیتونید جلوی حرکت باد رو بگیرید. نمیتونید جلوی قدرت علم رو بگیرید، نمیتونید جلوی اینترنت رو بگیرید، نمیتونید جلوی ماهواره رو بگیرید. شما آخرین قدمی که حکومت اسلامی برداشت اینه که مذهب رو آنچه که قرار بود یعنی پنهان بمونه، آنچه که قرار بود وحشت ایجاد بکنه، آنچه که قرار بود انسانها رو از ذهن باز و انسانها رو مچاله بکنه و تر کنترل بگیره، جمهوری اسلامی اومد اونم از بین برد. و انسان فهمید، ایرانی ها بخش وسیعشون فهمیدن مذهب یعنی آخوند جماعتی که میکشه و میخوره و نابود میکنه. شما رو خطید گوش میدم بفرمایید. بله بله از دید من مذهب مالی خولیای در واقع توهمیست که سرمایه داری برای نه تنها سرمایه داری سیستم طبقاتی کلن از قدیم از زمان برداشت ها بهش شدیدن نیاز داشته. بله. ملی گرم برای تو جزوش هستنش. بله. مذهب در اساس پایه خودش این که چگونه به وجود اومده زایده ترس و حماقت بشر بوده. به هر حال سرمایه‌داری بدون این نمیتونه به بقای خودش ادامه بده. سرمایه‌داری بر دروغ بنا شده. بله. متاسفانه در مورد اسلام موضوع کاملا یک زمینه دیگری داره و تنها مذهب نیست، اسلام دین نیست. اسلام در ابتدا با دین شروع کرد ولی بعد که به مدینه رفت تبدیل به فاشیست شد. اسلام در واقع یک سیاست فاشیستی کامل هست نه یک دین. متاسفانه این مطلبی است که اکثرا متوجه نیستن. میگن به اعتقاد ما توهین نکن. آقا این یا هر کسی این اعتقاد نیست، این فاشیسمه. خیلی این نوعی فاشیسم میتونه شکلهای گوناگون داشته باشه، میتونه نژادی باشه، میتونه ملی باشه، شکل شکلیت ملیت خودشون افرادی نشون بده، میتونه در زمینه مذهبی باشه. زمینه ابتدایش مذهبی بوده و اینایی هم که مسلمان مسلمان هنوز به عمق در واقع قرآن هیچ کس معمولا کمتر مسلمان هستن که قرآن خونده باشن. بله اطلاع ندارن از محتواش. اون چیزایی که در ابتدا به وجود اومده به عنوان دین و تقلیدی از یهودیت بوده اینا بله، اینا یا تقلیدی از حتی مسیحیت در قرآن هست، چیزایی در حتی در بله. به شما یک فرد، شما خودتون یک فرد ببخشید بله، شما خودتون یک فرد غیر اسلامی میدونید یا غیر مذهبی؟ میتونم بپرسم؟ هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. اینها که چیز هستن، اینا منسوخ شده در بحث قرآن. ناسخ و منسوخ ما داریم، یعنی الله مدینه بس 10 سال اومده نظرش از 180 درجه چپن دقیقی شده. یک زمان اومده گفته بدی را به نیکی، زمانی که تراهنده شده برقدر نوپر پسرموی خدیجه و قابلش یهودی بودن.
بغداد ابن نوفل مسیحی بود. این پناهنده شده به اون مزاج آقا ناگهان تغییر میکنه میشه مسیحی، میگه بدی را به نیکی و دشمنی را به دوستی پاسخ. میتونم بپرسم شما از داخل ایران الان زنگ میزنید یا خارج؟ سوره توبه را برید نگاه بکنید. بله. دیگه بکشید کافران را که چیز پیمان چه با شما نگه داشتن فلان چه کردن هر چه کافران را دیدید سر هر فامیل های خودتون حتی به اونا دوزورشی و خشونت نشما بدید چه بکنید اونا در جنگ نیست. یک سوال دیگه از شما دارم. بله تمام عیاره. مرسی. یه سوال دارم. شما از داخل ایران زنگ میزنید یا از خارج؟ اینو میخواستم بدونم. من از لندن هستم. از لندن زنگ میزنید. خب شما وقتی در ایران بودید این تجربه ضد مذهبی در میون جوانا رو چقدر مشاهده کردید؟ من خیلی وقت پیش اونجا نبودم. آها بله. در واقع یعنی اخیرا در اونجا نبودم خیلی وقت پیش، خیلی خیلی وقت پیش، حالا نمیگم چند سال. اون زمان البته اوضاع متفاوت بود، ساز انقلاب بود و داستان مذهب گرایی یه مقداری مود شده بود، میدونی ما آدم ها زود مود و خب اون تاثیر 4 سال اولیه بله. پس خیلی خوشحال میشم اگه 90% ذهن بشر ناخودآگاه. بله ممنون دوست من. معلومه که یه مقداری از جوانان مذهبی و واقعا ظاهرا مذهبی بودن. بله اگه دوست داشته باشید میتونید لندن هم هستید، ما هم لندن هستیم، میتونیم با هم دیگه بیشتر مکاتبه داشته باشیم، تماس تلفنی داشته باشیم. یه شماره تلفن میذارم که بتونیم با هم دیگه تماس بگیریم. مرسی عزیز من. خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید. دوستمون از لندن و در نظر خودشونو در رابطه با مذهب گفتند و ما باید توجه داشته باشیم مذاهب وقتی شکست میخورن یه چیز دیگه ما بعدن ازشون فکر میکنیم هست. فکر میکنیم به طور مثال مذهب مسیحیت، ببینید چقدر اینا مهربونن، تو اروپا کاری به کار کسی ندارن. شما رو خطی دارید من بفرمایید صحبت کنید. سلام، خسته نباشید. میخواستم خبر متاسفانه مرگ یک بلاگر دیگه رو توی بنگلادش بگم. از اول برنامه‌تون ندیدم ولی امروز یکی دیگه از اسمش هست نیروی نیل، یکی دیگر. عزیز من این موضوع مربوط به برنامه ما میشه؟ بفرمایید. خیلی مربوط به برنامه شماست. بله این کسی که کشتن یک بلاگر آتئیست و یک بلاگر سکولار. آها یک بلاگر. بله بله. چهارمین نفر بلاگری بود. اسلامیست های بنگلادش یک 284 نفری از آتئیست ها و سکولاریست هایی که نویسنده هستن و حرفشون رو میزنن تحقیه کردن. بله. و تا کنون 4 نفرشون رو کشتن. بله. از تا یکی دیگهش امروز اتفاق افتاد. بله. بنابراین در مورد مذهب و دوستش اینو میگم، بالاخره مذهب جدایی از تمام چیزایی که هست و کسانی که توی ایران به خصوص زندگی کرده باشن تاثیر مذهب رو توی زندگی شخصی خودشون میبینن و کسانی که توی اروپا بودن توی خونواده های اسلامی گذاشتن یا مردای اسلامی، اون هم به هر حال تاثیر غیر ضد انسانی بودن مذهب رو کاملا برام میبینن. ولی مذهب جدایی از تمام اینا، جدایی از تاثیری که توی زندگی افرادی زندگی خونواده ها میذاره، این ماشین جنایتی که برای انداختن توی خاورمیانه و آسیا و آفریقا، هر جایی که اسلامی ها و دست اسلامی ها بهش برسه جنایت برپا میکنن. یعنی شما فقط ضد اسلام هستید، ضد همه مذاهب نیستید؟ مسلماً من ضد همه مذاهب هستم. من یه کمونیست هستم و در ضد نه به عنوان جانشین مذهب، به عنوان یه جنبش سیاسی که کلاً علیه مذهب در قدرته. این دیگر مذاهب هر جایی که ببین، همین هفته پیش بود که ارتدوکس های یهودی یه دختر رو توی چندین نفر کتک زدن توی مراسم گیت راید توی اورشلیم و یه دختر همین پریوز جونش رو از دست داد به خاطر همین کتککاری ها. مسلماً من مخالف مذهب توی هر مذهبی هم توی قدرت و کلن تمام مذاهب شخصی به عنوان یک شخص کلن ضد مذهب، ضد خرافه و کلن ضد اینا هستم و تمام مذاهب بدون استثناء همه رو با ترس و وحشت از بچگی به جان انسان می‌ندازن،
از بچگی وقتی میگن به جان انسان میندازن، در واقع به جان انسان افراد و کل جامعه میندازن. و مسلما من مخالف کل مذهب هستم، من فقط در اسلام. ما الان هندوهای توی هند افراطیاشون دارن کشتار میکنن، یهودا هم اینطوری افراطیاشون، اسلامی ها که دیگرنش دارن آوردن، مسیحی ها توی آمریکا افراطیاشون دوباره دارن، خیلی و توی آفریقا و توی آمریکای جنوبی دارن جنایت میکنن به بشریت. دقیقاً. خب شما به عنوان یه جوان، کسی که مذهب رو به این خوبی شناختید، کسی که پایه‌های اسلام رو به این خوبی شناختید، شما حرفتون با جوانایی که خودشون در ایران غیر مذهبی هستند اما کاراشون رو ما خیلی کم می‌بینیم، پیامتون به این نوع از دوستان چیه؟ بفرمایید. راستش من پیام خوبون دوستانی که میدونن خودشون مذهب و کامل کنار گذاشتن و بهش هوشیارن، مسلماً هر چی بتونن این مذهب رو رقیق‌ترش کنن، ضعیف‌ترش کنن توی جامعه، کاری بکنن که این آدم بغل دستشون که از کودکی ترس از مذهب، ترس از خدا، ترس از جهنم، نمیدونم اگر دست رو بدون وضو در قرآن بزنی میری جهنم، تمام این تابوها رو باید توی زندگی جمعی، به نظر من توی زندگی رو در رو این تابوها رو باید شکست، بین دوستان، بین فامیل، نزدیکترین آدم ها جای بحث میشه. تابو شکستن به نظر من توی جامعه ایران خیلی مفیده و خیلی کمک میکنه. و جنبه دیگرش حضور اجتماعی داشتن. چند سال پیش مطمئنم شما همه یادشون ندیه در مورد مذهب حرف زدن یا یک ذره به چپ مذهبی رو مسخره کنی یا یه حکومت مذهبی رو مسخره کنی خیلی جون داشت. الان مردم دارن به راحتی این کارو میکنن، روی اینترنت و توی فضای عمومی دارن این کارو میکنن. به نظرم وظیفه من نمیدونم میگم وظیفه، ولی خیلی خوب میشه اگر اون عزیزانی که مذهب رو کنار گذاشتن سعی بکنن که این فضای مذهب کنار گذاشتن کار راحتیه، امکان پذیره، خودتون از خودتون رها میکنه، از زندگی شادتری خواهید داشت. این که زندگی انسانی تری با دوستانتون، با برادرتون، با خواهرتون، با همکارتون، با فامیلتون، با هم محلیتون یک رابطه شدیداً انسانی‌تر بیشتری خواهید داشت، اینا رو وظیفه اوناست که ببرن. مرسی. من فکر میکنم ببخشید یه کلمه دیگه میگم، توی جامعه ایران خیلی هم هستن که مذهب و رسمن و علناً کنار نذاشتن، ولی یعنی اکثریت مردم جامعه ایران اینطوری هم نظر من، ولی هیچ احترام آنچنانی هم مذهب ندارن. شاید مذهبشون فقط به این محدود میشه که یه یا علی میگن یا یه خداحافظ شما میگن یا از ته دل برای یه چیزی دعا میکنن. بله. این مذهبی بودن نیست. به نظر من کسانی که توی این موقعیت هستن و یه احترامی دارن باید فرق بین خودشون و فرق بین آدمای مذهبی رو ببینن که نه احترام برای کسی قائلن، نه احترام برای زندگی قائلن، نه هیچی ندارن. یعنی به نظر من کسانی که توی اون موقعیتن این برچسب مسلمان رو به خودشون ندارن که دقیقا همون برچسبیه که ملا عمر رو نمیدونم داعش و بوکو حرام و خمینی و خاتمی و نمیدونم خامنه‌ای و تمام این همشون این برچسب به خودشون میدارن. وظیفه یک انسان دوست به نظر من که خودش جدا کنه از اینا و اجازه نده به راحتی کسی این برچسب رو بهش بزنن. مرسی، خیلی ممنون، مرسی که اومدید و بحث کردید و اظهار نظر کردید. ممنون. متشکرم. خواهش می‌کنم. شب خوش. بله، یه نکته خیلی جالب بود و من تو اینجا با صحبت‌های دوستمون دوست دارم بهش اشاره بکنم. مذهب عامل تفرقه هست. مذهب، ببینید، شما یه مسیحی مؤمن ارتودکس رو نمیدونم نگاه بکنید، نمیتونه باورهای مسیحی داشته باشه، نمیتونه با یه کمونیست و یه غیر مذهبی و یه بی خدا به راحت باشه. فرق میگه من میکنم، من متفاوتم. تو یک زن با یک مرد، دو تا اگه یک مرد مذهبی باشه و زن هم مذهبی باشه، قبول میکنن زن درجه دو است، جنس دوم است. شما رو خطید گوش میدم عزیز من، بفرمایید. الو. سلام، بفرمایید. الو، سلام. سلام، رو خطید صحبت کنید، بفرمایید. الو. عزیز من صحبت کنید، به تلویزیون گوش نکنید. خواهش میکنم صدای تلویزیونتون رو ببندید و صحبت کنید. بله، دوستمون دوباره زنگ بزن. دوست عزیز، اون موقعی که میخوایم بیاین رو خط، صدای منو وقتی میشنوه، وقتی اتاق فرمان
به شما میگه که وصلتون دارم میکنم، یعنی اون لحظه شما رو خط هستید و مستقیم هستید، ولی صداتون با یه تأخیر یک دقیقه‌ای فکر کنم تقریبا یک تا یک دقیقه و نیم طول میکشه که بیاد. اون لحظه بهترین کار اینه که صدای تلویزیونتون رو ببندید و راحت صحبت کنید که این مشکلات پیش نیاد. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. سلام کیوان جان، خسته نباشی. آریان هم از تهران. آریان عزیز بفرما، صحبت کن عزیزم. خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید دارم. قبل از هر چیزی میخوام به اون اطلاعاتی هایی که امشب فکر کنم این برنامه زده تو خواب و هم گریه‌دار کرده و اومدن مخفضایم بشن بره کور خوندن، میخوام بهشون بگم اولا لعنت بر خودی که دور دورشون، دوم مرگ بر این ولایت زلالتشون، سوم شد مرگ بر خامنه ای، هیچ غلطی نمی کنن با این پارازیتاشون، هیچ غلطی نمی کنن. خوشبختانه خوشبختانه بیون پیشرفت تکنولوژی جوانای امروز همه آگاه شدن. من که خودم تهران هستم اطرافم رو می بینم که همه از مذهب بریدانن. اتفاقا امروز دیگه مسیج ها در مورد مسخره کردن اماماشون و در مورد مسخره کردن مذاهب و اسلام و پیغمبرشون مسیج رد و بدل میشه بین جوان ها. مذهب اطلاف خودشونم بیشتر خبر دارم، بهتر خبر دارم. اما در مورد این برنامه تون که بنده همیشه مشتاق همچین برنامه هایی بودم و یادتون باشه که از یک سال پیش همیشه پیشنهاد میدادم که ماهیت مذهب رو هر بیشتر روشن کنیم، چون مذهب کارش تولید تحمیره. که ما این ماهیت مذهب رو روشن کنیم بهتر میتونیم احمق بار آوردن، متأسفانه که مجبورم اینجوری من بگم آقای جاوید، احمق بار آوردن جامعه رو ما جلوگیری کنیم. حالا ما بحثمون سر خدا نیستش، خدا از همون اول گفته اینا بودش و حالا هستش یا نیستش ما کاری نداریم، ولی این مذهبی که فعلا هستش، این مذهب نه، مذاهب مختلفی که هست همه شد، نه فقط اسلام، همه از یه قماش هم هیچ فرقی ندارن، هدف و نمیدونم منش همه شد هیچ فرقی نمیکنه. در مورد این مذاهب ما صحبت کنیم، مذاهب درست شده که درست شده دست انسان ها مثل محمد و موسی و عیسی و غیره که اینا میگن کتاب های آسمانی دارن، این کتاب هاشون نمیدونم معجزه هستش. من سوالم اینه، معجزه مثلا قرآن چی هست؟ تو قرآن آیه 4 سوره محمد میگه کافر روبرو شدی حتما باید گردن بزنی. آیا معجزه این کتاب دینه این اجاز داره؟ کجاش این معجزه است؟ گردن زدن معجزه است؟ آیه 23 و 24 سوره نساء میگه با مادران و زنان شوهران و مادران و خواهران و همه و خاله ها و زنان شوهردار میتوانید ازدواج کنید در شرایط خاص، این معجزه است. آیه 25 سوره نساء میگه بردهداری مجازه، مشروعیت داده شده، این معجزه شه. من نمیدونم این مذهبیون امروزه دیگه نمیتونن هیچ کاری بکنن با این کتاب مزخرفشون، با این کتاب های مزخرفشون، با این مذاهب مزخرفشون جوان ها رو گول بزنن. مثل اوائل انقلاب که میگفتن امام زمان پشت سر ماست که بچه های بیگناه و نمیدونم ساده ایرانی میرکن جنگ ایران و عراق اولا ساختگی جمهوری اسلامی و آمریکا و غیره بوده، سیستم سرمایه‌داری ساختگی اونا بود. امام زمان رو با تبار یک مقدار اگه کوتاه‌تر بود. بله دوستام رو خطن، خیلی خوشحال شدم البته بحثتون رو دارم میشنوم. در هر حال میخوام این رو خدمتتون عرض کنم که مذهب کارش تولید احمق فریب دادن جامعه و سیستم سرمایه‌داری از این مذاهب استفاده میکنن و مذهب رو از خدا جدا کنن. این مذهبیون ببینن که مذهب ساخته دست بشر بشه. ممنون عزیز من، مرسی که اومدید، نکات خوبی گفتید. من یه سوال از شما بیننده ها دارم، میخواد کسایی که خصوصا الان در ایران زندگی میکنید، اگه به شما بگن که یک دست مذهب اسلامتونه، یه دست بگن ماشینتونه، خونتونه، بهداشتتونه، کدوم انتخاب میکنید؟ واقعا یه سوال برای من، برای کسی که مذهبیه دارم این سوال از اون میپرسم. شما رو خطید، بفرمایید. گوش میدم، بفرمایید. سلام آقای جاوید. سلام، بفرما. از که نباشه، خوب هستی؟ خیلی ممنون، مرسی. خیلی ممنون. خب
درسته؟ حتما میتونی صحبت کنی، اما میدونی کجاها رو قطع میکنیم دیگه، حتما میدونی کجاها رو قطع میکنیم. مشکل نیست، باید سوال میپرسم. بفرما. میگم این مذهب رو شما یه تعریفی ازش بکنید. مذهب یه تعریفی بکنید. جهل بشریت. و الان مذهب از نظر من تعریفش دو تا موضوع رو باید با هم در رابطه با مذهب گفت. مذهب به طور عمومی جهل بشریت، اجازه بدید، جهل بشریت، نادانی بشریت، ضعف بشریت و الان مافیایی که افتاده جون بشریت. شما نگاه کنید، از طالبان رو نگاه کنید، هیچ کدومشون برای خدا نمی جنگن، همشون برای پول می جنگن. از داعش رو نگاه کنید، از جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، از کشیشا رو نگاه کنید، همه اینها آدم فقیر توشون میبینید، آدمی که محتاج نون شبش باشه میبینید. من میخوام به شما عرض بکنم بزرگ جواد، ببینید دو چیز رو باید اصلا تفکیش بکنید. من نه طرفدار این و نه طرفدار رو، خوب گوش کنید. دو چیز رو ببینید آقا جواد، دو چیز رو باید اصلا تفکیش شد. یه مذهب و یه اون کسی که مذهب رو داره تو زندگیش پیاده میکنه. مذهب یه تعریف دیگری داره، اون شخصی که میخواد این کار رو انجام بده اون شخص خودش یه تعریف دیگری داره و عملکردش یه تعریف دیگری. مذهب از نظر شما چیه؟ از نظر شما مذهب چیه؟ فلسفه ببین احسن، من به عنوان یه مدرس فلسفه دارم عرض میکنم خدمت شما. تو فلسفه میگن وقتی که یه لفظ خوب گوش کنید، وقتی که یه لفظی درست تعریف نشه شاید از اون لفظ شما یه برداشتی داشته باشید، برداشت هم متفاوت از شما باشه، بعد مثلا که لفظی بیفته به نتیجه نرسید. از نظر فلسفی، فلسفه یه علم آزاده، علم آخوند و غیر آخوند نیست. فلسفه علمیه که داره تعریف میکنه مذهب را، میگوید مذهب چیزیست و ببینید مسیحی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، داعش باشه، غلط باشه، حتی کمونیست هم مذهب داره. مذهب تعریفش از لحاظ فلسفی اینه، هر چیزی را که هر عمل کردی که انسان تو زندگیش داشته باشه ولو که شیطان پرست باشه به اون شیطان پرست هم میگن مذهب و مذهبی. خب این عقب مونده است دیگه، همین عقب موندگیه. قرار نیست که هر کس با هر تعریفی از فلسفه و هر مذهبی معتقد باشه. الان توی هندوستان ببینید فلسفه، علم فلسفه یه دو تا چهار تا باشه، علم فلسفه ای داریم که آخوند آورد، فلسفه ملا صدرا داریم، فلسفه خمینی داریم، فلسفه عقب مونده داریم، فلسفه که افلاطون از این به بعد اومده. باشه عزیز من، اوناس مال یونانه، مال هر کجا هست. مقاومت میکنید؟ نه مقاومت چه نکنید، دارم بحث میکنم. بله خب چطور شبکه خوبیه دارم خوب منطقی با. بله خب شما صحبت کردید، منم دارم جوابتونو میدم. یک دقیقه دیگه حرفتونو جمع ببندید. صحبتم منعقد نشده که، صحبتم منعقد نشده، شما میخواین جواب بدید. بله ببینید، شما یک دقیقه دیگه فرصت دارید حرفتونو جمع بکنید، چون دوستای دیگه رو خواهد. من دیگه دقیقه سوالم اومد، جواب بکنم شما باید قطع کنید جواب بدید. بله بفرما. شما چرا تو الان تو جلوی چیز نوشتیم مذهب مانع زندگی بشریه؟ من میگم از لحاظ منطقی معنای به منطق علم بیطرف است، فلسفه علم بیطرف است، هیچی بیطرف نیست. اونا که حرف منو میشنون و میفهمن، فلسفه خوندن، دارم حرف رو مطرح میکنم. میگم شما یه تعریف درستی از مذهب ارائه ندادید، بعد اومدید مذهب رو که تعریف نکردی با زندگی بشری دارن مقایسه میکنید. الان بلد باید یک لفظ خوب تعریف بشه بعد بیاد قیاس بشه. نه الان گوش کنید، من اینو تمش کنم، الان با یه مثال خوب میزنم تا واسه بینندگان حکومت واضح بشه. الان به فرض مثال شما شجاعی، درسته شجاعی، خیلی آدم شجاعی، بعد شیرم شجاعت میشیم که آقای کیوان جاوی شجاعت، شیرم شجاعت، بعد کیوان جاوی نمو شیر هست، این قدرت هست. یه مذهب مانع زندگی بشری، این اصلا مذهب مانع زندگی بشری، مذهب و زندگی بشری که با هم منافاتی نداره. الان به توضیح میدم. مرسی به اندازه کافی به یک فرد مذهبی
که فلسفه هم خوندند و فکر میکنن فلسفه بیطرف است و فکر میکنن منطق بیطرف است و فکر میکنن کسای حتی دانشمند بیطرف است. نه عزیز من، هیچ کس تو زندگی بیطرف نیست. هر که هر حرفی از دهنش در میاد داره یک طرفی رو نمایندگی میکنه، یک منافعی رو نمایندگی میکنه. کاری که داره فلسفه میکنه فلسفه مذهبی که دنیا رو بپیچونه، سر آدم ها شیره بماله. شیر شجاع است و کیوان جاوید هم شجاع است و پس کیوان جاوید شیر است و اینا برای به درد زندگی نمیخوره عزیز من. مذهب تشکیل شده از اینکه دنیا 7 روز تشکیل شده، تاریخ انسان انسان خدا به وجود آورده، نه از برای تکامل. انسان خودش فی البداهه به وجود اومده، موجود مستقلیه، موجودی نیست که همین امشب داریم برنامه هایی داشتیم تو تلویزیون نگاه میکنیم که به وجود اومدن حیات چجوری بوده. مذهب مخالف اینه و با جلوی این وایستاده. عزیز من اینطوری نیست که یه مذهب داریم که خیلی خوبه، به درد دل مردم میرسه و هر کجا که کار علمی باشه و پیشقدمه و هر کجا که میخواد پزشکی پیشرفت بکنه پیشقدم است و فلان. هر کجا که علم داریم مذهب جلوش وایستاده. هر کجا که مذهب گفته که باشه من به علمم احترام میذارم، عقب نشسته در مقابل جنبش های اجتماعی ضد مذهبی. انقلاب فرانسه میشه که دست کشیش رو از دولت و از قدرت کوتاه میکنه و امروز کشیش به ظاهر دیگه در قدرت نیست، ولی هنوز از مردم مالیات میگیره. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. سلام، من دوباره زنگ زدم. برای از اون جالب صحبت های دوستی شنیدم که از موزه فلسفه در مورد مذهب صحبت میکردن. اگر اجازه هست چند کلمه در مورد بله لطفا یه مقدار، چون بار دومم هست، ما معمولا به دوستان میگیم دوباره زنگ نزنن رو خط که اشغال نشه. شما در چند دقیقه این موضوع رو مطرح کنید، بفرمایید. بعد من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم به اون دوست عزیز. نظر من تو شما هم درست جواب میدید، ولی مذهب رو میشه از زاویه فلسفه، از زاویه فرهنگ، چونم چه تأثیری توی هر چیزی داشته باشه نگاه کرد. بالاخره بخشی از زندگی بشر بوده برای 2000 سال. ولی به نظر من این دوستمون اینو به نظر نمیگیرن که این تلویزیون کانال جدید یک تلویزیون سیاسیه و در مورد چیزهای مشخصی صحبت میکنه که زندگی آدم ها رو مستقیما تحت تاثیر قرار میدن و میخواد کاری بکنه که این تغییر بکنه. مذهب مانع زندگی بشر به نظر من هر کسی که توی ایران زندگی میکنه، هر کسی که هر دختر بچه ای که نگاه چپ پدرش رو به دامن کوتاه خودش یا نداشتن حجاب درست حسابی احساس کرده توی وجودش، اون اوتوریته و اون ترس از نگاه پدرش رو نگاه کرده، میفهمه مذهب مانع زندگیشه. به نظر من این دوستمون که در از زاویه فلسفه صحبت کردن، این در نظر نمیرن که این تلویزیون و این برنامه یه کار ویژه مشخص داره و میخواد یه چیزی رو پیش ببره. و در بحث اینجا این و این بحث هم تا اونجایی که من متوجه شدم یه بحث تئوریک نبود، یه بحث فلسفی نبود، برنامه هم اینطوری نیست. در مورد زندگی پرمزه مردم توی ایران و زیر دست اسلام به خصوص. مرسی، خیلی ممنون. بدونیم بازم دوستمون یه نکته ای رو گفتند که من دوست دارم رو اون صحبت بکنم. شما میتونید یک فرد مذهبی معتقد به اسلام باشید، به قرآن باشید و اونا رو پراتیک کنید، یعنی عمل کنید، بخونید و بگید باور دارم، در مقابل سکس دخترتون که هنوز ازدواج نکرده بیتفاوت باشین؟ یا فکر میکنید گناه کرده، یا فکر میکنید ناموستون رو برباد داده، یا فکر میکنید کاری کرده که باعث شرمتون شده؟ سکس امریست طبیعی و مذاهب اونو محدود کردن که زن باید به شوهر خودش سرویس جنسی بده. ولی تو اروپا دختر و پسر جوون، مرد زن، هر سنی آزادن با هر که دوست دارن رابطه داشته باشن، نه برادرش عصبانی میشه، نه غیرتی میشن. مذهب از زندگی خصوصی آدم ها در این بخش شکست خورده و عقب رونده شد. شما رو خطید، بفرمایی صحبت. خواهش میکنم. بعد این آقای که قبلا اومده بودن روز خست باشه به فلسفه و لغت مذهب داشتن سخن، بله مغلقت کلامی داشتن میکردن ایشون. متاسفانه منظور ما از لغت مذهب یا دین افکار قدیمی است که آمیخته با خرافات باشه و نه یه چیزای علمی که به نام اونم بگه مذهب.
حالا اگه این لغت اوشون که اینجور میکنه با ما نوشون میتونیم یه توش عوض میکنیم از گفت که عطا های از خود ببوید یا مشکان از خود ببوید نه که عطا ببوید. ما هدفمون از مذهب افکار غیر منطقی و افکار ستمگرانه غیر منطقی بازبانده از عهد عتیق که اینا بخواست زندگی امروز ما رو تحت سیستم طبقاتی همون گونه حفظ بکنن و نه چیز دیگر. بله مرسی. ببینید میگم مذهب انگار که میتونه با جهان پیشرفت کنه. با ببینید علم دائم پیشرفت میکنه، تکنولوژی دائم پیشرفت میکنه، کامپیوتر و همین تلویزیون دائم داره مدل جدیدی میاد و در تناقض با مدل قدیم نیست، در امتداد اونه. هنوز کلیسا علیه کاندومه. چرا؟ این واقعا قابل فکر نیست. چرا کلیسا علیه کاندومه؟ به خاطر اینکه علیه همین روز اول گفت که نباید جلوی بچه دار گرفتن و بچه دار شدن رو بگیری. خدا گفته اگه کسی اسپرمشون حروم بکنه، این یعنی دور بریزه یا باعث به وجود اومدن یه بچه از اون اسپرم نشه، حرومه. خدا گفته حرومه. کلیسا نمیتونه پیشرفت بکنه. و اگه یه جای عقب میشینه به حساب پیشرفت کلیسا نذارید، به حساب پیشرفت من و توی غیر مذهبی جامعه بذارید که جلوی ارتجاع وامیسته و عقبش میرونه. شما رو خطید گوش میدم عزیز من. بفرما شما رو خطید عزیز من، شما رو خطید صحبت کنید. صدا هم میدونم. بله بفرما. سلام آقای جابی. گوش میدم. سلام. من خدمت شما عرض کنم که مادر همه مذاهب کتاب تورات. بله. و تورات هم یک سری میتولوژی و قصه های خرافی است که اسلام دقیقا کپی یک غلط اونه که جهاد و نمیدونم امامت و اینها رو اضافه کرد. بجد اصولا مذاهب استاتیک هستن، ایستا هستن در طول تاریخ، مثل دهانی که به اسب بزنن جلوی انسانیت رو میگیرن. ایمان که خودش یک رشته اصلی مذهبه جلوی تعقل میگیره. ایمان عقلانی نیست، ایمان یک قبولیست بدون تعقل. بله. مثل نابیناییست که راه رو در شب بخواد پیدا کنی. تمام مذاهب فرق نمیکنه، همشون مانع تعقلن. و سالهاست که در کشورهای عربی و کشوری تا حدود ایران ما را در قرون وسطا نگه داشته. نه. چون نمیذاره چشم و عقل مردم راه ترقی رو پیش بگیره و همه جا مخالفت میکنه. حتی اگر جنابعالی آگاه هستید، زمان امیرکبیر این آخوندها واکسیناسیون حرام کردن، گفتن این جسم خارجی از کفار بود. یا ماشین دودی که بین چابدولتی میرم گفتم این شیطان درش خونه در اینقدر سنگ زدن که داغونش کرده. این ثمره مذهبه. مذهب هیچ خاصیتی نداره، هیچ اخلاقی رو تمیز نمیکنه. چنانچه میبینیم هرچی ایمان قوی تر باشه بدترین آدم هاست. خمینیش هم پیاده نون ماست میخورد، حضرت علی هم نون ماست، ولی قاتلترین و فاسدترین آدم ها همون ها بود. این که میگن مذهب یک راهیست برای نجات انسان، اینا غلطه. اینا دیگه امروز جواب چه تاریخ داده. قربانتون برم. مرسی، خیلی ممنون عزیزم. بله نکات بسیار جالبی گفتن. حالا همه سران مذاهب همشون میلیاردرن. از کلیسا بگیرید ببینید پاپ چجوری زندگی میکنه، ببینید اینا تو به اصطلاح کشور خودشون در ایتالیا که برای خود اینا درست کردن مقر پاپ، ببین چه جوری زندگی میکنن. ببینید خامنه ای ثروتش چقده. بنابراین نونو ماست رو تموم شد، دوره نونو ماست خوردن رهبران مذهبی. شما رو خطید گوش میدم. بفرمایید. خسته نباشید جاوید. مرسی. من بخواستم از اون بیننده فیلسوف سفت دگر تشکر کنم که باعث شد که این بحث به یه جای خوبی کشیده بشه. این واقعا خیلی مهمه. البته شما مهمترین نقطه‌ای که به اصطلاح اون گفت و سفته‌ای که داشت این بود که میگفت که فلسفه ما و نمیدونم چیزی که من دارم و نمیدونم این فلسفه کلا بی‌طرفه و
و شما خود بهش گفتید که هیچ چیز بی‌طرفی در دنیا وجود نداره، مثل مثلا حکومت سرمایه‌داری که میگه آقا من بی‌طرفم، بین کارگر و کارفرما نمیاد دیگه، من از طرف سرمایه‌دار میگه بی‌طرفم، هر کی حق داشت ولی پدر صاحب کارگر در میاره، انجمن صنفی و تشکلات کارگری همه ممنوع و زندان و اعدام، انجمن صنفی و تشکلات سرمایه‌داری همه باز و آزاد و بشکن میزنن برای خودشون. این هم مثل همونه. بعد اینو من میخواستم بگم چون بیننده قبلی خیلی قشنگ و خیلی با تأمل گفت، منم میخواستم همینو بگم، یعنی ضرورت داشت که آدم این گفته بشه تو این برنامه. مذهب فقط مذهب دوران ما که نیست که، دوران بردهداری بوده، دوران زمینداری بوده، با یعنی تو هر دورانی که آدم بخواد نگاه کنه، با قول همون دوست عزیز و دانامون که گفت مذهب ایستا، خاصیت ایستا داره اینه، مذهب میگه قانع باش، میگه تو چیکار داری که میخوره زور داره فلانه، از همه مذاهب بوداشه بگیر، نمیدونم بهاییشه بگیر، اسلامشه بگیر، یهودیشه، اصلا تمام مذاهب همه میگن کاری به دنیا نداشته و یه دنیای دیگه هست، یعنی هر در هر وضعیتی میخواد نظام بردهداری باشه میره تبلیغ نظام بردهداری میکنه، میخواد توی نظام فودالی باشه میره تبلیغ فودالی میکنه، میخواد توی نظام سرمایه‌داری باشه توی نظام سر. چرا اینا چرا اینا مخالف به اصطلاح کمونیست هستن؟ مذهبی ها، همه مذهبی ها مخالف کمونیست هستن. چرا؟ چون تنها نظامی از دو نظام های بشری که نمیتونن زنده بمونن و زندگی کنن توش نظام کمونیستیه به نظر من، ولا تو نظام بردهداری و تو نظام سرمایه‌داری و تو نظام فئودالی همه زندگی خودشونو کردن و با قدرت چسبیدن با قدرت، تنها جایی که نمیتونن و نمیتونن مانع زندگی بشر بشن در نظام سوسیالیستی، در نظام کمونیستی، وقت در نظام شورای فدرال صاحبشون در میان. خیلی ممنون عزیز من، مرسی که زنگ زدید. بله دوستامون، دوستای خیلی جدیدی من امشب صداشون رو میشنوم و نشون میده چقدر موضوع برای بخش وسیعی از جامعه حیاتیه، نقش مذهب در بازدارندگی مذهب از پیشرفت، از تعقل، از زندگی بهتر، همه اینا رو من امشب تو این برنامه دارم میبینم که دوستان چقدر دارن نظرات روشنی رو مطرح میکنن. شما رو خطید عزیز، بفرمایید. آقا کیوان زاودانی سلام علیکم. سلام عزیز من، بفرما. آقا کیوان عزیز من همون نشد در من دوست دقیقه پیش دارم ساعتن گرمشتر خدمت زنگ زده. بله دوست دوممونم یه کسی که اگه توجه کنید، اول از اون مثلا با چمان احترامی که به شما دارم و ببینم دارم در زنگ زدم و شما دارم سوال میپرسم. بله من فقط بهتون نگاه میکنم این برنامه رو، خب سوال منطقی میخوام بپرسم، سوال منطقی رو جواب بدید. بابا میگم دوتا میشه ساعت تا روز قیامت ساعت هست، فلسفه و منطق هم یه قاعده ای هست که تحلیل ناپذیره، میخوام سوال بپرسم از شما، خب سوال منو جواب بدید. بس شده من سلام کادی من قانه شدم، من میگم که بله مثل شما مذهب مانع زندگی بشنید، ولی اول باید شبه منو برطرف کنید. بله اول شبه برطرف بشه، شبه من از شبه میبینه. ببین من میگم مذهب باید تعریف بشه، شما یه تعریف ارائه میکنید، من میگم این تعریف رو یک اولی سال از کجا میگی، دو کدوم مذهب رو میگی، سه ما میخوام یه علمی رو رد بکنیم یا اثبات بکنیم باید تو اون علم متطهر باشیم. مثلا مثال من میخوام در مورد فیزیک نظر بدم، خب من بیام به ابتدا فیزیک رو رد کنم که همه من میخندم میگم که تو که از فیزیک چی بلد نیستی چطور میخوای ردش کنی. من میگم شما اول کیوان زاوید عزیز میگم اون مذهبی که مورد نظر شماست اول مشخص کدوم مذهب، مذهب داعش، مذهب اسلام، مذهب پروتستان، مذهب مسیح، مذهب تورات، خب اینا رو باید اول مشخص بشه، اولا و بزاد ثانیا به درز اگه مشخص شد کدوم مذهب، باید شما خودتون قوتور و مسلط به اون چیز باشید، مبانش باشید تا بتونه ردش بکنید. من فیزیک رو مثال زدم، من به فیزیک مسلط نباشم که نمیتونم ردش کنم یا اثبات کنم. متوجه شدم عزیز من، به اندازه کافی صحبت کردید. گفتم خوبه، به هر حال ایشون دارن صحبت میکنن، ایشون یک فرد مذهبی هستن، ایشون مذهب رو قبول دارن. کدوم مذهب؟ میگه کدوم مذهب؟ مذهب داعش؟ نه، داعش، جمهوری اسلامی، طالبان، کلیسا،
انگیزاسیون دوران قرون وسطا که تاریک ترین دوران بشریه، که جمهوری اسلامی و داعش اینا به گرد پاش نمیرسن. عزیز من، قرون وسطا تا پیش از رنسانس، من رفتم ایتالیا، تمام مجسمه هایی که توی ایتالیا میدیدم برام تعجب بود که خودم نمیدونستم واقعا تمام مجسمه هایی که در ایتالیا در کلیساها و در جاهای دیگه دیدم، همه اونا آلت جنسی مردها همه شکسته بود، صاف شده بود. برام عجیب بود که فکر کردم خب حتما خیلی قدیمیه و اینطوریه. بعد فهمیدم، بعد سوال کردم، گفتن تماما مذهب، تمام کلیسا وقتی اینا رو میگرفت و اینا آلت جنسی مردها رو میشکست، که چون این در مذهب درست نبود که در کلیسا چنین چیزی باشه. یعنی هنر رو تا جایی که تونست کلیسا جلوشو گرفت، تا جایی که تونست. وقتی رنسانس اومد هنر آزاد شد، وقتی رنسانس اومد عشق آزاد شد، عشق دو طرفه بین زن و مرد آزاد شد. دیگه وظیفه زن بچه دار شدن توسط شوهر دیگه نبود، لذت بردن از جنس مخالفش هم بود. کدوم مذهب؟ همه مذاهب. عزیز من، من الان این دوستمون رو خط گذاشتیم، بذار من یک دقیقه فرصت بدیم اینو بگم. ما رفتیم کلیسای کانتربری رو همینجا دیدم توی انگلیس، کلیسای قدرتمند در از قرن 12 فکر کنم وارد انگلیس شد و با قدرت از روم اومد و انگلیس رو تسخیر کردند. تا پیش از اون، تا قرن 15 اینا، همه مردم، تقریبا همه مردم، چون علم پزشکی وجود نداشت، چون مردم دوا و دارو نداشتن، همه معتقد به خدا بودن. میگفتن اگه مریض بشی، اگه مریض بشی دعا میکنی خوب میشی. یه طاعون سیاهی اروپا اومد اون موقع نزدیک 1 تا 2 میلیون آدم کشت. مردم دیدن خدا نمیتونه طاعون جلوش بگیره و بی خدایی رواج پیدا کرد. عملا جلوی چشم مردم معلوم شد خدا مانع زندگی بشریه. شما رو خطید عزیز، بفرمایید که خیلی معطلتون گذاشتم، معذرت. خواهش میکنم آقای کیوان، من فقط میخواستم یه لحظه خیلی کوتاه چند ثانیه جواب اون این زبطتش الان این بود دیگه. میاد به شما میگه آقا آدم وقتی که میخواد راضی به مسائل علمی صحبت کنه باید ازش کاملا بشی کاملا اشراح. بله صداتون بله کاملا درست میشه، بیزی داشتی. ولی در مورد مذهب هر آدم بقول هم میتونه هزار نظر کنه. آفرین. هر کسی هم میتونه حرف بزنه و حرفش هم خریدار داره. آفرین، دقیقاً دقیقاً درست میگید. بله من در رابطه با فیزیک نیومدم. شما تا الان دیدید که من 500 تا برنامه لایو پخش کردم. شما تا الان دیدید من در رابطه با فیزیک صحبت کنم، یا در رابطه با ریاضی صحبت کنم، یا در رابطه با علم پزشکی صحبت کنم؟ معلومه که این کارو نمی‌کنم. معلومه که من فیزیکدان نیستم. برای اینکه اون علمه، برای اینکه با منطق، با آموزش، با ممارست سر کار داره. شما باید برید یاد بگیرید علمو. ولی به قول دوستمون هر آدمی که تو دنیا وجود داره کافیه، همونطوری که مثال زدم، پیش از اون طاعون سیاهی که اروپا رو اومد و تاراج کرد زندگی مردم رو، تاراج کرد اروپا رو، نصف جمعیتش رو طاعون از بین برد. هر آدمی که به خدا هم اعتقاد داشت فهمید خدا کشکه. و مذهب، میگم فیلمی که دیشب دیدیم یکی از اون فیلم‌های بسیار تاریخی بود که من دیدم. مذهب با انگیزاسیون، با نیروی سرکوب در اروپا رو دارم میگم. حالا اسلام یه لحظه بذاریم که این دوستمون که خیلی با منطق رو با فلسفه سر کار داره، تماما با جاسوس گذاشتن رو زندگی تک تک مردم. میدونید که کلیسا 70% 80% زمینهای اروپا دست کلیسا بود. یعنی کلیسا با یک تکفیر یک شاه رو از بین میبرد، کنار میذاشت. همه شاهان باید زیر نظر کلیسا بودند. همه باید خودشونو، بیعت خودشونو با کلیسای روم ثابت میکردند. و صحنه ای که نشون میده وقتی یک زن گوشت خوک نمیخوره میگن آها این یهودیه. و وقتی ثابت میشه این شکنجه کرده، زیر شکنجه اعتراف کرده، کشیش پاپ اون دوره میگه که ما فقط میتونیم برای این دعا بخونیم، نمیتونیم
قبول کنیم که این آزاد بشه، چون اون موقع اقتدار ما، قدرت کلیسا زیر ضرب میره. مذهب عزیز من اینه، مذهب با دعا اگه دستت به جایی نرسه، اگه بی پول مطلق باشی، اگه نتونی دنیا رو بخوای عوض کنی، اگه نخوای حرکت جمعی بکنی، اگه میخوای فقط زندگی تو از امروز به فردا قبول بکنی بدبختی تو، دو کار میتونی بکنی. دو کار. تو تمام وضعیت ایران رو نگاه کنید، حالا برمیگردیم به ایران. تو ایران رو نگاه کنید، چرا مواد مخدر در ایران، مواد مخدر صنعتی در ایران به طور وحشتناکی داره عمومی میشه؟ یک اپیدمی بسیار خطرناک. چرا؟ برای اینکه آدم، فرد در مقابل تغییر، در مقابل بهبود زندگی، در مقابل اینکه یک زندگی بهتر داشته باشه، مونده، اسیره، راه چاره نداره. و مذهب برای مذهبی همینه. مذهب در بهترین حالتش اینه، در بدترین حالتش جمهوری اسلامی به بار میاره و داعش به بار میاره و طالبان و القاعده. شما رو خطید، گوش میدم. من اجازه گرفتم خطاب به اون آقایی که اصرار داشت دوبارم اومد و میخواست تعریفی از مذهب داده بشه، بگم ده. که اگه میخواییم بحث فلسفی را بندازیم در مورد اینکه آیا خدا وجود داره یا نداره، نظرتون راجع به معجزات چیه، دعا چیه، خیر و شر چیه، شیطان کجاست، این کانال بحث جای این حرفا نیست. ولی بذارید نقل قولای از مارکس بیارم خیلی کوتاه. بله، همه میدونن که مارکس معتقده که مذهب افیون توده هاست و میگه که افیون در واقع همه میدونن که یه ماده مخدریه که توهمزاست، و مارکس میگه که دین میگه که با توهم جهان فوق طبیعی که ما توش غرق شدیم، دین هم در واقع دردها رو فقط یعنی قصه ها و دردها رو تسکین میده، و برای از بین بردن مذهب و دین که یک ضرورت واقعی در واقع احتیاج نیستش که یک مبارزه جنون‌آمیز را بندازیم، دین علامت مرضه و نه خود مرض. و جناب دیگه میگه که در واقع مذهب ایدئال‌های اخلاقی رو از ما بیگانه می‌کنه و سرمایه‌داری کار مولد ما رو از ما بیگانه می‌کنه و قابل فروش می‌کنه. این خیلی جالبه. و در خاتمه میگه که در واقع پریشانی مذهبی همون پریشانیه که تو اتصال سرمایه‌داری دیده میشه و اعتراض در رابطه با اعتراض مردم در رابطه با این ضد پریشانی هاست، در رابطه با این پریشانی هایی که تو اقتصاد سرمایه داری هست. مرسی. امیدوارم که اینا مفید. خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی ممنون که اومدید صحبت کردید. ولی خب من میدونم دوستامون دارن خیلی خوب دارن دیالوگ میکنن. یه دوستمون تو ایران میگه مذهبی هم، میگه که شما نمیتونید همونطوری که در رابطه با فیزیک نظر بدید، نمیتونید در رابطه با مذهب و کل مذهب صحبت کنید. دوستامون در جاهای مختلف، در کشورهای مختلف از این طریق دارن با هم بحث میکنن. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. الو. سلام عزیز من، بفرما. سلام آقا هروان زاگون. بفرما، صحبت کن. الو. آقا زاگون دارم خوبه؟ صحبت کن عزیز من، شما رو خطید که صحبت کنید، بفرما. همونطوری که ببینید، من خارج از بحث هایی که داریم میکنیم، یه مسئله مقوله دیگه اینجا هست. مثلا میدونی از کجا شروع شد؟ مسئله برسر اینه که یک جنبش قوی و عظیم و روشنگر سیاسی و غیر مذهبی در ایران داره سر با آسمون میزنه. اینطوری نیست که الان با جوانها و با مردمی روبرو هستیم که دارن شک میکنن تازه مذهب چیه. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. من نظری داشتم راجع به مذهب جامعه ایرانی، که خب من دیگه، بله، شما باید صدای تلویزیونتون رو کم کنید که راحت بتونید صحبت کنید. کم کردم. بله بله، بفرمایید.
حضورت نرس کنید من یه نظر داشتم راجع به داعش وقتی که اسم داعش رو میارید. من اتفاقا بسیار بسیار معتقد شدم و طرفدار داعشم این لحاظ که داعش باعث شده که مردم دین رو بشناسن، یعنی این زورگویی دین رو، این نظریه که هر کس مثل من تکفیر میکنه باید سرش رو برید. نه خیلی ممنون عزیز من، مرسی مرسی که زنگ زدید. بله خواهش میکنم. ممنون. بله خب طعنه به طنز تلخیه. من فکر نمیکنم الان اوایل قرن 14 هست که مردم وقتی طاعون رو دیدن که فقط کشتار میکنه، کشتار کرده و کاری از دست مذاهب هم، کاری از دست دعا بر نیومده و اینا، مردم از خدا دور شدن. در امروز مردم لازم نیست که داعش رو ببینن تا بفهمن مذهب یا اسلام یا شاخه های مختلف اسلامی ضد بشری هن. در این حال که میگم مذهب و داعش و جمهوری اسلامی ماقبل تر از اون و قدیمی تر از اون، در این حال که ماهیتشون رو مردم جلوی چش خودشون دیدن، رو سفرهشون دیدن، مذهب رو رو سفره خودشون مردم دیدن، اسلام رو تو خیابون دیدن، اسلام رو تو ماه رمضان دیدن، اسلام رو تو ماهای دیگه دیدن، اسلام رو تو لباس پوشیدن یه بچه کودکستانی دیدن، اسلام رو تو حرام کردن سکس دیدن، اسلام رو گناه بودن هر چیزی که شادی بخش دیدن. اما جامعه فقط با این نیست، اون قشر تحصیل کرده و روشنفکر یا آگاه یا با مطالعه، همه اینا فقط از طریق جنایت داعش ها و جمهوری اسلامی ها نفهمیدن مذهب بده. پیشرفت و پیشروی علم، شاخه های مختلف علم نشون داده، وجود شخصیت ها و دانشمندان بسیار معروف، وجود شخصی به نام داروین و در ادامش وجود شخصی مثل مارکس و در ادامش نشون داده، و امروز پیشرفت های هر روزه علمی نشون داده مذهب یک نه تنها خرافه است، یک جوک برای امروز. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. سلام، خسته نباشی آقای جابی. من یه سوال داشتم از این آقای فلسفه‌گر، فقط میخوام ازشون بپرسم که ممکنه بیاد ثابت کنه که قرآن از طرف خدا اومده باشه، ولی من ثابت میکنم که از طرف همون خدایی که اینا میگن نیومده. اگه ممکنه بیاد معجزه این قرآن رو بگه و بگه ثابت کنه که این کتاب از طرف خدا اومده یا نه. و من میگم از طرف خدا نیومده و من حاضرم اتاق فرمان شماره من رو داره، یا به اون آقا بده یا زنگ بزنه من با این آقا صحبت کنم، چند کانال جدید ثابت کنم که قرآن از طرف خدا نیومده و هیچ کدوم از اون کتاب های آسمانی هم از طرف خداشون مرسی خیلی ممنون. مرسی. بله دوستامون گفتم در جاهای مختلف از ایران تا اروپا تا کشورهای مختلف کانال جدید داره اینا رو وصل میکنه برای یک بحث روز سیاسی و فلسفی در واقع و اعتقادی در و بیشتر میتونم بگم سیاسی. شما رو صدای تلویزیونتون رو کم کن عزیزم اگه میخواین صحبت کنید. صدای تلویزیونتون خیلی بلند بود. دوستایی که صدای تلویزیونشون رو من از اینجا بشنوم قطعشون میکنم، برای اینکه من واقعا نمیتونم بشنوم شما چی میگید. واقعا برای من دشواره که همزمان با صدای تلویزیون حرفای شما هم بهش دقت کنم. بله روی سخنم امروز با جوانایی هست که مذهب رو کنار گذاشتن، نه فقط جوانا، هر انسانی که در ایران زندگی میکنه مذهب رو به عنوان بازدارنده، به عنوان مانع، به عنوان عقب گرد زندگی بشری کنار گذاشتند. چه کار میکنید که اینو عمومی تر بکنید؟ چه کار میکنید که نیروی بیشتری بگیرید؟ چه کار میکنید که ذهن روشنگر شما، ذهن کنجکاو شما، ذهن جستجوگر شما تکثیر بشه و مذهب بیشتر عقب بشینه و حاشیه‌ای تر بشه در ایران؟ شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. سلام، شبتون بخیر کیوان جاوید. سلام عزیز من، گوش میدم، بفرما. خواهش میکنم، من نظرم اینه که مذهب
از روز ازل بر نادانی و ناتوانی انسان سوار بوده تا امروز هم هنوز هست. مذهب و بر همین اساس با توجه این که مذهب در دکون خوبیه، صنعت خوبیه برای سرکیسه کردن مردم، برای چپاول مردم، برای اینکه از نادانی و ناتوانی مردم استفاده کنن، بنابراین وحشت و ترور و ارعاب و اینا نگرش داشتن تا امروز. مذهب آه دل معلومانه، مذهب جوابیه نه برای این دنیای انسانها، برای دنیای دیگهی که انسانها اگر تو این دنیا دچار فقر و فلاکت و بدبختی و هزار درد کوفت زرمارن، وعده دنیای دیگری رو بهشون بده. مذهب وحشتناکترین افکار بشری تا امروز بوده و هست. بشر باید از این مسئله بگذره و تا روزی که وضعیت فقر و فلاکت مردم وجود داره و نادانی مردم وجود داره، مذهب از این مسئله ارتزاق میکنه و خواهد کرد. مرسی. بذاری من چند تا تیتر فقط بهتون بگم. مذهب و زن، زنان و خانوما، خواهش میکنم شما هم در برنامه شرکت کنید. مذهب و زن یه بخش عظیمی از زندگی بشری رو تشکیل داده. شما دوست دارم بیان نظرتون رو در رابطه با مذهب بگید. مذهب برای شما یعنی چی؟ بفرما عزیز من. آیه رفقا من حرف زدم، خدا الحمدلله برکت برنامه تو خیلی خوب بود، همه داشتن از ما سوال. نه عزیز من شما، نه ببخشید اتاق فرمان، دوباره دوستایی که دو بار و سه بار میان رو خط دوباره نفرستید، موضوع بحث بر سر نه فلسفه هست، نه موضوع بحث بر سر فیزیکه، نه موضوع بحث بر سر شناخت ما از مذهب هست یا نیست. ما مذهب رو میشناسیم برای اینکه زندگی میکنیم. ما همونجوری که خطر تصادف رو تو خیابون میشناسیم، همونقدر مذهب رو میشناسیم. ببینید شما وقتی از خیابون رد میشید، حتما مواظبید که چراغ قرمز و چراغ سبز و چراغ زرد و اینو میدونید. اگه ندونید با اولین ماشینی که از چراغ قرمز داری عبور میکنید، ممکنه تصادف بکنید. لازم نیست برید ماشین رو بشناسید، مکانیک رو بشناسید، علم و فیزیک رو بشناسید تا تصادف رو بشناسید. به همین سادگی عزیز من، نه فلسفه میخواد. فلسفه رو درست کردن که مذهب به مردم بفروشن. فکر میکنید یه آخون چرا 20 سال 30 سال 40 سال تو فیضیه های قم و اینور اونور میشینه اون داستاناش میخونه، حفظ میکنه؟ برای چی؟ برای اینکه به مردمی که حرفشو گوش میکنن با دغلبازی، با نمیدونم مغلطه بازی، اینا رو، این کالاشو به اونا بفروشه. واسه همونه که یه کسی که میره 3 ماه 6 ماه 4 ماه حقوقش نمیگیره، میفهمه کسی که میره برای امام علی و امام حسین و امام فلان روی دعا گریه میکنه و زاری میکنه، میگه که این آدم غلطاقه، این آدم شارلاتانه. لازم نیست بره تاریخ فلسفه یونان و از سقراط و تا بقراط و تا افلاطون و تا فلان بدونه تا بدونه مذهب یعنی چی. عزیز من شما رو خطید، گوش میدم، بفرما. سلام، خسته نباشید. صدای تلویزیونتون رو کم کن عزیز من، بفرما. آقا با قربان جاوید کار. صدای تلویزیونتون رو کم کن بعد صحبت کن چون صداشو میشنوم، بفرما. دوست من بهتون گفتم شما با کیوان جاوید کار دارید، صدای تلویزیونتون اونقدر بلنده من نمیدونم به کدوم یکی گوش بکنم. خواهش میکنم وقتی زنگ میزنید صدای تلویزیونتون رو ببندید، خیلی ممنون میشم. شما رو خطید، گوش میدم، بفرم. سلام عزیز من، بفرم. شما رو آنتن دارید حرف میزنید، من کیوان جاوید هستم، صداتون رو میشنوم، بفرما صحبت کنید. سلام آقای جیانی، شب شما خوش. شب شما خوش. آقای جیانی، راجع به مذهب گفته بودیم مانع بشریت. واقعا من قبول دارم حرف شما را، واقعا مانع بشریت، ولی میخوام بگم مذهب با سیاست جداست. خب مثلا این آخونده، خب مذهب چه معنی؟ آقای جیانی خواهش کنم قرار نکنه مذهب من هیچ نشانه دیدید اگه میخواید یه چیزی مخالف من بگید من قطع کنم؟ آقای نه مخالف نمیخوام بگم، میخوام بگم مذهب
همون جوان منه که بهش تجاوز میکنن خب؟ نه. همون یتیمی که سر بیشام میره تو جا. نه. همون آخوندان یه پس و بیشرفی هستن که زنا رو به اسم صیغه برای مرد رو در میارن. میخوام بگم در کجای دنیا آمده که زن بازیچه دست مرد بشه؟ در کجای مصاب آمده که نمیدونم زن یک ساله میتونه صیغه بشه؟ آقای جاوی واقعا اینا دارن به همه چه خیانت میکنن، خودشان کلان کلان میدوزن، فساد انجام میدن، قرض قارت انجام میدن به اسم مصاب. میخواستم بگم تو رو به خدا، تو رو به خدا به این مردم ایران بگم دنبال خرافه نرن، دنبال این امام چهاردهم و پونزدهم و اینا نرن. اینا دارن کلا میزنن سر ما، دارن جوانی ما نابود میکنن، دارن ایرانی رو نابود میکنن. خیلی ممنون عزیزم، مرسی که تماس گرفتید. بله ما یه کسایی رو اینجا قطع میکنیم، کسایی که فوش میدن و لحظاتی هست که تلویزیون بی صدا هست برای اینکه فوش دادن و کارشون اینه و ما قطعشون میکنیم. شما مسئله بر سر همینه، ولی اگه کسی مخالف بحث منه میتونه بیاد بحث بکنه، ولی این بحث هم اینجوری نیست که یه کسی میاد چون مخالف منه اصلا باید 15 دقیقه با هم دیگه جره بحث کنیم. شما هم حتی به عنوان موافق و حتی به عنوان مخالف در هر صورت خواهش میکنم 2 دقیقه و نیم حرفتون رو جمع بکنید که کسی دیگه بتونه رو خط بیاد. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. رو خطید؟ بله، صدای تلویزیونتون بلند بود. اتاق فرمان، امیدوارم شما موقعی که وصل میکنید دوستامونو اگه اونجا صدای تلویزیون میشنوید خواهش میکنم وصل نکنید، مطمئن باشید که صدای تلویزیونشونو بستن بعد بفرستید که از این نظر دوباره مشکل پیش نیاد. خب همونطوری که گفتم، من موضوع بحث امشب یه مشاهده هست، یه مشاهده نه فردی، یه مشاهده یه که حتی تو اعترافات سران و حکومت، دستندرکاران، کسایی که تو ایران قدرت سیاسی دارن، مذهب حاکم رو نمایندگی میکنن، یه اعتراف بسیار شادی بخش دارن. میگن که بیمذهبی همه جا رو داره میگیره، بیمذهبی تو جوونا داره حرف اولی میزنه، نماز نخوندن و روزه نگرفتن و به شعائر مذهبی دیگه بی توجه بودن داره عمومی و عمومی تر میشه. من میخوام بگم این آدم ها کیان و نقششون امروز تو جامعه چیه؟ آیا نقش جمعی برای خودشون قائل هستند؟ آیا وظیفه و هویت جمعی برای خودشون قائل هستند؟ شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. بله قطع شد. آیا این بخش از جامعه که حتی رژیم جمهوری اسلامی وحشت زده هست از قدرت این بخش از جامعه، از قدرت سکولاریست ها و بی خدایان و بی دین ها، آیا خود این افراد به عنوان فرد هم توجه کردن چه رسالت عظیمی رو دوش اونا هست؟ جامعه ای که از مذهب جدا شده باشه، در قدم اول زن از اسارت در اون جامعه، اسارت فرهنگی و فکری و مذهبی نجات پیدا میکنه. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. گوش میدم، شما رو خطید. سلام عزیز من، شما رو خطید. بله قطع شدن، متاسفانه این دوستمون هم قطع شدن. خانم عزیز خیلی خوشحالم که زنگ زدید، از شما میخوام دوباره زنگ بزنید، تلفن شما قطع شد، تلاش کنید بازم بیاین رو خط. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. صدای تلویزیونتون عزیزم، شما میگه برنامه منو گوش نمیکنین. چرا؟ بله چرا صدای تلویزیونتون هنوز بلنده عزیز من؟ خواهش میکنم کم کنین. کم کردم. بله الان بفرمایید صحبت کنید، من منتظرم. سلام عزیز من، بفرما، شما رو خطید. خواهش میکنم تشکر کنیم که برنامه قشنگ شما، واقعا خوشحال میشیم وقت صدای شما میشنویم. میخوام که تو گمراهی زندگی نکنیم، حتی برنامه شما هم ببینیم خوشحال در بشیم. شما چه فکر میکنید در رابطه با همین موضوع، مذهب مانع زندگی بشریه، شما چه فکر میکنید؟ من
من خب میدونم واقعا هست، ممکن نمیشه مردم عادی کنید تجربه با چطور باید من عادی کنید. الان شما برید تو خیابون، الان برید توی کوچه‌تون، تو یه دست قرآن داشته باشید، تو یه دست غذا، به مردم بگید که کدوم رو دوست دارید مال شما باشه، مردم چی رو قبول میکنن؟ مذهب رو قبول میکنن، قرآن رو قبول میکنن یا غذا رو؟ مردم دیگه ببینیم شده مثل یک چیز ارسی برسو دوست کنید؟ نه سوال من این نیست، سوال من تو این مثل حرف بزنی زورشون میاد، اگه بخواه علمی ثابت کنی بشه زورشون میاد، بذار یه مثال دیگه بزنم. یه کسی که مریضه بهش بگن که دعا بخون سالم میشی، بهش بگن میری دکتر سالم میشی، کدومو قبول میکنه تو ایران؟ گفتم بله، گفتم تو ایران اگه به یه کسی که مریض شده بهش بگی که دعا بخونم برات بهتر میشی یا تو رو ببرم دکتر، کدوم یکی رو قبول میکنه؟ یه آدم تو ایران، حتی هر کسی که فکر میکنی. بله من بله من فکر میکنم امروز همه بشر، همه مردم، همه فهمیدند، همه میدونن، همه درک میکنن، چون جلوی چشمشونه، چون تو تلویزیون میبینن، چون تو ماهواره میبینن، چون تو زندگی روزمره میبینن، میدونن علم پزشکی از راه مذهب به وجود نیومد، میدونن علم پزشکی مانع مذهب هست، مذهب عقب میرونه و میدونن مذهب مانع علمه، علم پزشکیه. اگه تمام علم پزشکی قرار بود مذهب رو دنبال بکنه، امروز هنوز ما باید با زغال یه چیزایی میمشتیم مینداختیم تو آب بگیم که دعا بخونین تا شفا پیدا کنین. شما رو خطید، گوش میدم بفرمایید. شما رو خطید عزیز من. الو صحبت کن عزیز من، شما رو خطید. سلام علیکم، آقا خسته نباشید. خیلی ممنون. الو، آقای دانی، شما خسته نباشید. ممنون عزیز من، مرسی. بله. خب، فقط به جهت اطلاع بهتون بگم که ما ده دقیقه آخر برنامه رو یه گفتگو داریم با عبدال گلپریان در رابطه با تظاهرات ها و اعتراضات بسیار گسترده سکولار در چندین شهر مهم عراق. شما رو خطید، گوش میدم بفرمایید. تو پول من خلق میشه تو وقت بگیری از در بفرمایزم. جان عزیز من صحبت کنین. بفرما. سلام آقای جاوید، حال خوبه؟ خیلی ممنون، مرسی. قربان شما. آیا موضوع مذهب ارزم به حضورت مذهب برای ما چه فایده داره؟ ما داریم زجر گیرانی میکشیم تو ایران. بله. ما داریم زجر چیزهای دیگه میکشیم. چه کار داریم به مذهب یا غیر مذهب؟ چه سنی باشه، چه شیعه باشه، چه مسیحی باشه، برای ما چه فرق میکنه؟ بله. ما داریم چوب گیرانی تو ایران میکشیم. چرا دار ملت بدبخت نمیرسن؟ چرا پولا خرج سوریه و فلسطین رو نمیدونم جاهای دیگه داره میشه توی مملکت؟ فهمیدی؟ هر زن بازوی این پولا هم به امریکا با پولا ایران اگر میخواید برگردونی بده به ملت ایران، نده به دست دولت ایران، دولت ایران به ما چیزی نمیده. دقیقا. خیلی ممنون عزیز من، مرسی که خیلی ممنون، مرسی که اومدید، مرسی. بازم گفتم من چند تا تیتر اینجا دارم و دوست دارم توی این تقریبا 10 دقیقه آخر برنامه به این مسائلم دوستام که زنگ میزنن فکر کنن، خصوصا از زنان دوست دارم بپرسم این سوالایی که من مطرح میکنم. شما رو خطید، گوش میدم بفرمایید. آقای ثابت، خسته نباشید. خوب هستید؟ مرسی عزیز من، خیلی ممنون. سلامت باشید. اون آقای چه فلسفه هستن، منطق هستن؟ ستا سوال خوب پرسید. لطف کنی با ستا سوال جواب بدی. هرچی هم موجودیات من زنی میزنی چون همش زیر زرف میزنن، منطقی چه هم نمیزنن. ستا سوال فلسفه منطقی پرسید، دو تا شما جوابشو بدید. سوال جوابشو بدین، خب تنبیل از ها میشه، مردم خوب فکر میکنن. بله. اون جوابشو بدین. اول یک، مذهب تعریفش چیز؟ یک. دوم از این، مراد شما از مذهب کدوم مذهب از شما زندگی بشری؟ سه،
ما میخوایم یه چیزی رو نقد کنیم باید مسلط دونه باشیم. خب این ستا رو باید شما بگید وقتی که مذهب اسلام رو شما مسلط نیستید ستا رو میتونید نقدش کنید. من مجبور شدم ستا رو عوض کنم. من همون رو هستم. جواب بده آقای زمین، جواب بده، گت نکن، من بازم جایی میزنم. خدا فرز. بله ایشون فکر کردن خیلی خیلی پیچیده و خیلی زرنگن. میگن کدام مذهب؟ من میگم همه مذهب. از روزی که اولین یک اتاق فرمان، یک لحظه وصف نکنید من این توضیح بدم. شما یک لحظه رو خط باشید. این دوستمون صداشون عوض کرد و سوالاتی از من کرد که برنامه مو اصلا کاملا در اختیار گرفت و الان همه کسایی که تا الان غیر مذهبی بودن دوباره پناه بردن به مذهب. میگه کدام مذهب؟ میگم از اون مذهب روز اولی که بشریت اولین خواب دید و فکر کرد خدا بهش وحی کرده و فکر کرد مردگانش زنده هستند، از جهل بشری، از جهل تاریخی، از اون روزی که اولین رعد برق دید فکر کرد که این تنبیه خداونده، از اون روز اولی که ماه رو دید و فکر کرد خدا اینه و از اون روز اولی که خورشید دید بعد فکر کرد خدا اونه. من همه مذاهب میگم عزیز من، من تاریخ مذاهب میگم تا موقعی که مذهب به صنعت تبدیل شد، تا اون سه تا شاخه اصلی مذهب که هر کجا که قدرت داشتن به جون مردم افتادن، کشتند، انگیزاسیون به وجود آوردند و تباهی به وجود آوردند، مسیحیت، یهودیت و اسلام. خب مذهب یعنی میگه یعنی چی؟ من میگم یعنی عقبگرد، یعنی بدبختی، یعنی خرافه، یعنی آه دل کسی که نمیتونه چیزی تغییر بده. مذهب به قول مارکس یعنی گلی رویده بر سنگ. بعد با همینا بود. الو. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. الو سلام علیکم، میتونم صحبت کنم؟ شما میتونید صحبت کنید، بفرمایید. بله خیلی ممنون عزیزم، گوش میدم. بله ابتدا با درود خسته نباشید. هر من میخواستم یه جمع‌بندی کنم از این کل برنامه‌تون اگه اجازه دارم. خیلی کوتاه البته، دو دقیقه و نیم، اینقدر حداکثر میتونید صحبت کنید. ممنونم. من هر کجا فاضلابی به نام خرافات سوار است یا مذهب فرمایداری رکابدار است. ابتدای از ریشه فرمایداری را در فاضلاب خرافات در تفکر اکثریت خوش کن، نه شاخه های آن را حذف کرد. تداوم دیکتاتوری را در خرافات افشا کرد. سکوت در برابر لطیفه های هزار رنگ سرمایه‌داری، کشتار اصمد تا فلات و با تولید دیکتاتوری به روش دیگر است. یک دهه آخر باید به ریشه زد. فاضلاب نشینی های فقر رو روشن کرد به اینکه تا سرمایه‌داری در لباس مذهب سلطان داعش و دوران طلایی خمینی و پهلوی و موسوی هست، فقر هست و کشتار از سمت آفرداد برای منافع او و تداوم فقر است. باید فاضلابنشین های خرافات روشن شوند. زنجیر پرستان خرافات مقصرند، نه بعد از نشید بشت روشن شوند. هر کشتاری منافعی دارد. سرنخت دست سرمایه‌داری جهانی رو بست. داعش و القاعده و جمهوری اسلامی و پهلوی و موسوی و خمینی دستاوردان سرمایه اند که به راحتی در نقض انسانیت کوبانی انسانی میکشند. پول بد نیست. تحلیل مشخص از شرایط مشخص باید داشته باشیم و خود مراجید تحریم ها و چیزها نکنیم. با استفاده فراوان از بنابراین. خیلی ممنون عزیز من، مرسی که زنگ زدید، مرسی. گفته بودم من میخواستم چند تا تیتر به شما بدم و در مورد این تیتر صحبت کنید. مذهب و زنان، مرد سالاری و مذهب، سکس و مذهب، نابرابری و مذهب، علم و مذهب. دوست دارم وقتی میان رو این جنبه ها هم بحث کنید. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. سلام، شما رو خطید، گوش میدم عزیز. گوش میدم عزیز. سلام، مرسی، خیلی ممنون، بفرما صحبت کنین، گوش میدم. الو. بله خب اگه مذهب به مذهب معتقدید، مرد یا زن، چطور از زندگی سکسیتون لذت میبرید؟ به طور مثال آیا اصلا وظیفه‌ای داره زن؟ آیا حقی داره که بگه که من از زندگی سکسی خودم لذت بردم؟ اگه ازدواج نکردید
مذهب چه مانعی براتون ایجاد میکنه که نتونید رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته باشید؟ چون یک پایه مذهب اینه که شما باید به مردی که به عقدش در اومدید با اون بخوابید و تا عمر دارید نباید به کسی دیگه نگاه کنید. شما رو خطید، بفرما، گوش میدم. سلام علیکم، خسته نباشید. گوش میدم، بفرما. زنده باشید. میگم این مذهبی که اینا میگن، خدمتت که عرض کنم، من از روی بیکاری و بدبختی و ناچاری رو به مواد مخدر رو بودم، معتاد شدم. و گوشید بعدش رفتم بودم با اینجا اتنم ترک کردم. الان 1,400,000 از من پولی گاز اومده باشم. میگم اگه جایی هست این مذهب شفا میده، میشه تا من برم یه قرض در این گازم رو ببرم اونجا شفا بده، خلاصه یه جوری پرداختش کنن. چه کارگری هم هستم، امروز یه روز کارگیرم میاد، یک ماه کارگیرم نمیاد. توی مملکتی بود دارم زندگی میکنم که گرانی و بدبختی پدرم رو در آورد. حالا این مذهب جایی هست که منو شفا بده برم و جایی بتونم یه کاری کنم که قبض 1,400,000 تومانی سه نفریم، میدونیم کارخونه هم ندارم تو خونه. آخه اونجایی که شفا میدن، قبر خمینی رو ببینید، بارگاهش رو ببینید، تلاکاریش رو ببینید، بعد برید. دو چیز تو ایران خیلی شاخصه، مدرسه، خیلی جاها میزنن مدرسه امام که نگاه میکنی خرابه است، بعد میزنن مقبره امام میبینید طلا از سر کولش میباره. قبض پول آب و برق و ایناتون رو خرج اونجا دارن میکنن. و چه خوب که شما ماهیت مذهب رو خوب شناختید و اومدید و سوال خوبی هم مطرح کردید. خیلی ممنون عزیزم، خیلی خوشحالم که گفتید اعتیاد رو کنار گذاشتید. بله، امید به زندگی، امید به زندگی خودتون و به بهبود زندگی فرزندانتون و خانوادتون باید شما رو به تلاش وادار بکنه. همون جوری که مذهب رو باهاش ریشه‌کن کردید تو ذهنتون، مواد مخدرم که ریشه‌کن کردید، درود به شما میگم. مرسی. بله، خب پس بله، میگه که جایی پیدا میشه که مذهب آدم بره دعا بخونه یا یه چیزی که پول گازش رو بالاخره بدن. نه خیر، پول گاز رو شما پول گاز میدید که یه تعدادی تو اون مملکت بدزدند. بنیاد شهید رو من توی برنامه های گفتم، بنیاد شهید برای جمهوری اسلامی میخواد اونو یک مرکز به اصطلاح عاطفی، مرکز جایی که بگن ببینید چقدر جوانامون با یک بسم الله، با یک رمز یا زهرا، با یک نمیدونم یا امام فلان اینا خودشون رفتن به امید رسیدن به بهشت و شهید شدن، دیدی چقدر کشته شدن. و میخواد اینو خیلی معنوی نگه داره. ولی همین بنیاد شهید نگاه میکنیم که مرکز دزدی، مرکز غارت، مرکز چپاول جمهوری اسلامیه. مذهب توی دقیقاً تو هر سوراخی که تو از هر جایی که به مذهب وارد بشی میبینی چقدر ضد ما مردمه، چقدر ضد بشریه و چقدر مانع پیشرفت ماست و چقدر مانع رفاه ماست. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. بله، سلام، خسته نباشید. سلام عزیز من. ببخشید، عذر میخوام، من میخواستم یه نقدی بکنم در مورد موضوع امشب برنامه‌تون. بفرمایید. مذهب به نظر من اون چیزی که ما مخصوصا خانوما دارن از سر لطف مذهبه. یعنی اگه واقعا مذهب خودشون رو به درستی بشناسن و به درستی بهش عمل کنن، ایشون رو به جای این که به قول شما ها سرفکنده کنن، سرفراز میکنن. ما خیلی مسائل مشکلات داریم، اما به مذهب نیست. ما یعنی مذهب رو به خودی میکشیم روی مسائلمون که همه بدبختی های ما مثل واسه مذهبه، ولی اصلا اینطور نیست. همه بدبختی های شما از کجا هست؟ میتونید اون جایی که هست رو اسم ببرید؟ هر کشوری، ببینید، هر کشوری یه مشکلات خاص خودش. هر کشوری اسید میپاشن رو سر صورت زنان؟ هر کشوری تو سر هر کشوری که میگین مشکلات خودشو داره رو صورت زنا تو خیابون اسید میپاشن؟ خب ببینی، این یه چیز شخصی
شخصیه؟ شخصیه؟ تو کشوری که بچه از کودکستان بهش میگن باید حجاب داشته باشی، به پسر میگن که تو ناموست خواهرت و همسرت اگه پاشو کج گذاشت بزنتش، کتکش بزن، تو کشوری که جوون دختر نمیتونه دوست پسر داشته باشه و دستگیرش میکنن و زندانیش میکنن، تو کشوری که تو نماز جمعه اول اعلام میکنن اسید میپاشیم و بعد یکی تیم سازمان یافته میرن رو صورت دخترها تو ایران اسید میپاشن، شما میگید هر کشوری یه مشکلاتی داره؟ هر کشوری یه مشکلاتی داره. من تو کشور دیگه دارم زندگی میکنم عزیز من. ساعت 3 صبح شما یک زن 3 صبح توی خیابون دارید پیاده میرید، مطمئنید که هیچ خطری براتون نداره، مطمئن باشید که میتونید از 30 کیلومتر 20 کیلومتر 5 کیلومتر هر چقدر که دارید پیاده از تو کوچه‌تون برید خونه، مطمئن باشید کسی نمیاد دست به شما بزنه، مطمئن باشید کسی تو اتوبوس نمیاد دست به شما بزنه، مطمئن باشید کسی توی خیابون نمیاد به شما تعرض بکنه. من 20 تا کشور تو این اروپا رو دیدم، شما دارید از اروپا و از غرب دارید برام صحبت میکنید. شما ببینید این ایرانم اینجا نیست که بیرون. من دوستان با من زنگ زدن، یه دختر 22 ساله میگه که 3 بار طی یک ماه 3 بار به کلانتری بردم منو و یه شبم تو کلانتری خوابیدم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه روزو خوردم توی منو دیدن دارم آب میخورم. یه دختر 22 ساله در ایران برای اینکه ماه رمضان آب خورد یک شب در کلانتری موند. ببینید آقای هر کلن اگه شما کمونیستین درسته بگذن ولی وقتی یک کشوری میشین که روزه دارن بله اعتقادی نداری. خب نیروی نظامی رو وردار، نیروی نظامی تو وردار، ببین چقدر روزه دارن چقدر بیروزه هستن. شما میخوام با نیروی نظامیتون، با سربازتون، با نیروی انتظامیتون، با گشتتون، با اسیدتون نشون بدید ایران کشور اسلامیه؟ من میگم ایران کشور اسلامی میگه نیست. میگه تو معتقد نیستی ایران کشور اسلامیه؟ معتقدی؟ معتقدی که ایران کشور اسلامیه؟ معتقدی دیگه؟ نیروی نظامی تو وردار. حکومت اسلامیه. نیروی حکومت بعده عزیز من. حکومت جانیه. حکومت دزده. حکومت غارتگره. حکومت دست کسی که دزدی کرده رو دست و پاشو قطع کرد همین هفته پیش. اما کسی که در بنیاد شهید 170 میلیارد تومان دزدی کرد اسمشو تو نمیدونی، اسمشو نمیدونی. حکومتت اسلامیه. اول که گفتی مردم ایران اسلامی هن، من میگم مردم ایران اسلامی نیستن. ماهواره رو روش پارازیت ول میکنی، داشتن دیش ماهواره رو جرم هست، روز همه جار و نیروی نظامیت اشغال کرده، مثل اینکه فاشیستای آلمانی بگن که مردم فرانسه همشون طرفدار ما بودن در جنگ دوم جهانی. میگن چرا جنگ مردم فرانسه طرفدار اشغالگرای فاشیست هیتلری بودن؟ میگن برای اینکه مردم ما رفتیم اونجا مردم تظاهرات نمیکنن. خیلی منطق جالبیه. نیروی نظامی فاشیست تو از کشور بیرون ببر، ببین چقدر، ببین تو اون مملکت دیسکو و رقص و شادی و آواز و اینا سرکول جامعه رو بالا میبره یا نماز و روزه و نمیدونم آیات قرآن. تو نیروی نظامی تو کنار بکش بعد بگو که ایران چیه. شما رو گوش میدم، بفرما. گوش میدم. الو. گوش میدم عزیز من. بله خیلی خنده داره. بله اتاق فرمان اگه فرصت هست فقط یه تلفن دیگه اگه هست وصل بکنید، این بخش از برنامه رو تموم میکنیم، این آخرین تلفن باشه و بعد از اون ما عبدالگلپریان رو خواهیم داشت در رابطه با یه موضوع بسیار جالب در عراق. ما در عراق هرچی شنیدیم از کشتار و از جنگ شیعیان با سنی ها و سنی ها با شیعیان و داعش و فلان اینا، اما الان یک چهره دیگری داریم از عراق، میخوایم به شما یک گزارشی بدیم. شما رو خطی در عزیز من، بفرما. سلام آقای خسته نباشید. مرسی. سلام. خانم شلان زنگ زده با تو صحبت میکردن، این مطلب خوب گفتن و شما یه مثال دارید اما دستید باشید.
بعد میخواد بگم که تو تگزاس زنها خود آمریکا داره آمار میده تو تگزاس 8000 نفر سانیاده در اثر اسلحه و اینا طرف برمیدن بی خود من در مورد تگزاس حرف نمیزنم عزیز من من اگه تو آمریکا فعالیت سیاسی ام الان تو آمریکا از 8 تا بچه 3 تا بغراد هویت دارن بی خود چرا دارن منم مخالفم شما میشناسید قتش نکن آمریکا هر سه تا بچه‌ای که به بحران هویت داره من اگه کمونیست آمریکایی بودم با دولت آمریکا مبارزه می‌کردم برای بهبود زندگی مردم مبارزه می‌کردم برای بیمه درمانی تو آمریکا مبارزه می‌کردم می‌خوای بگی که آمریکا سگ زندگی مردم آمریکا شرف داره به بسیجی و به آن چیزی که بلایی که شما سر زنها آوردید هرچه آمریکا هرچه من اگه موضوعی برنامه‌ام آمریکا بود همین بحثا رو که امروز با شما دارم میکنم اونجا میکردم سر کرامت انسانی برای مردم آمریکا سر سوسیالیسم برای مردم آمریکا حرف میزدم سر بیمه های درمانی و بهداشتی رایگان برای مردم آمریکا حرف میزدم علیه نجات پرستی در آمریکا حرف میزدم آمریکا هر بدبختی باشه چرا من بعد در مقابل بدبختی آمریکا حالا هر چقدر که هست یا کم یا زیادش هر چه من در مقابل جمهوری اسلامی در مقابل مذهب در رابطه آخوند در رابطه با اسلام کوتاه بیام چون تو آمریکا سه تا از چهار تا بحران هویت دارن میدونی منظور اینشون از بحران هویت یعنی چی یعنی بچه یا تو روابط به اصطلاح ازدواج رسمی و فلان اینا به دنیا نیومده یا بچه با مادرش تنها زندگی میکنه اینا بحران هویت نیست عزیز من به هر حال وقت برنامه این بخش از برنامه اینجا تموم شد من اگه اجازه بدید با عبدال گلپریان تماس بگیرم برنامه داغی بود امیدوارم عبدال گلپریان رو خط باشن که فکر میکنم بله ایشون رو خط هستند یک لحظه میکروفون ایشونم روشن بکنم که بتونیم بهشون زنگ بزنیم الو عبدالله گلپریان عزیز طبق قولی که داده بودیم ما سر وقت یکی دو دقیقه هم دیر شد ببخشید بهتون زنگ زدیم که در برنامه ما شرکت کنید خبرهای بسیار جالبی از عراق داریم عبدالله گلپریان تظاهراتهای بزرگ در شهرهای عراق گفتی شروع شده و این شهرها هم در شهرهای جنوب عراق و اسم بردید اولا دوست دارم به ما اطلاعات بدید که این تظاهراتها بر سر چه بود خواسته هاشون چی بود مردم چه خواستند و در کجاها بود بفرمایید و بعد در طول صحبتاتون اگه سوالی برام پیش اومد من مطرح میکنم بفرمایید بله من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون در رابطه با اخبار و اتفاقاتی که اخیراً در شهرهای عراق بخش جنوبی در واقع اتفاق افتاده تظاهرات و اعتراضات و تجمعاتی بوده در بسیاری از شهرهای بزرگ از کربلا، نجف، سامره، عماره، بغداد و چند شهر دیگه تجمعات وسیعی صورت گرفته در سطح ده ها هزار نفره این تجمعات صورت گرفته اینو اشاره بکنم که ابتدا مسئله در رابطه با مسئله کمبود آب و برق اتفاق افتاده منتها مسئله به این ختم نمیشه تظاهر کنندگان در تجمعاتشون در شعاراشون علیه فساد حکومتی و علیه احزاب قومی و اسلامی که در مجلس قدرت رو در دست دارن در واقع شعار دادن و نسبت به اوضاع و احوالی که درش به سر میبرن معترضن ناامنی نبودن امکانات نبودن رفاهیات گرمای 50 درجه بالای صفر که تا کنون بیش از 50 کودک جانشون رو از دست دادن اعتراض مردم به این وضعیت اینان اضافه بکنم که
هفته قبل افعال این تظاهرات که به نظر من در چند سال اخیر سابقه نداشته به حدی بود که حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر اعلام کرده بود که مردم میتونن برن برق مسئولین اداره برق رو قطع بکنن تا بدونن مردم چی میکشن. در واقع با این حرفاش میخواد به نوعی انحراف ایجاد بکنه در مبارزات مردم در اعتراض و تجمعاتشون. و الان اخباری که من امروز چند لحظه پیش دریافت کردم این بود که علی سیستانی گویا وضعیت رو اونم بو کشیده، خطر رو همشون احساس کردن، از حیدر عبادی خواسته به وضعیت مردم توجه بکنن و از این صحبت ها هر کدومشون تایه این چند سال وضعیت زندگی مردم رو به فلاکت رسوندن. در هر حال الان هم تلاش میکنن که بر حرکت اعتراضی مردم سوار بشن، منتها به نظر من ابعاد این تجمعات و این تظاهرات و شعارهایی که دارن نوک حمله شون علیه تمام حاکمیت و تمام احزاب و دستجاتی که در پارلمان حضور دارن. اگه سوالی هست بله، یه مقدار هر خبری ما از عراق میشنویم، هر خبری میشنویم یا بمبگذاری توسط این فرقه علیه اون فرقه، شیعیان به اصطلاح حکومتی یا طرفدار حکومت علیه سنی ها، نمیدونم علیه سنی ها اونایی که منتسب هستن به سنی ها اون، و برعکس یا داعش یا فلان، چه اتفاقی داره در عراق میفته که چنین تظاهرات های بزرگ و شاید هم بگم در مهمترین شهرهای عراق با چنین خواسته های رفاهی و انسانی میتونه بیان تو خیابون، میتونن بیان متشکل بشن، چه اتفاقی داره در عراق میفته؟ بفرمایید. ببینید، بله، به نظر من مسئله اینه که این تصویری رو که میدیای نون به نرخ روزخور داره به افکار عمومی میده، تصویری در مربوط به مجادلات و دعواهای بالایی ها و اینا هیچ وقت خواستا و اعتراضات و توقعات مردم رو در واقع منعکس نمی کنن. اتفاقی که الان داره می افته تجمعات و اعتراضات ده ها هزار نفری که تو خیابون های این چند شهری که اسم بردن داره اتفاق می افته، نه تنها رنگ و بوی مذهبی و اینکه شیعه سنی دعوای این جناح با اون جناح جریانات اسلامی و قومی، بلکه خواستهای رفاهی، خواستهای انسانی و تعرض به فساد حکومتیه که تمام به اصطلاح کاردستان حکومتی در رأس این حکومت طی چند سال اخیر اعمال کردن. این دو تصویر رو به نظر من باید جدا کرد. این تصویری که تا حال داده شده تصویری همانطوری که گفتم دعوای انواع جناهای مختلف با تمام باندها و دستجات اسلامی و قومی شونه، منتها مردم شهرهای عراق به نظر من با خواست و مطالباتی که مطرح کردن، با توقعات و انتظاراتی که دارن، با خواستهای انسانی که مطرح کردن، مردمی آزاده، سکولار و خواهان اینن که وساط مذهب و قومیگری در سیستم حکومتی عراق کنار زده بشه. این رو من اضافه بکنم یادم داد، این وضعیت طی یک هفته تا ده روز قبل در شهرهای شمالی در کردستان عراق هم به همین شکل این اعتراضات و این تجمعات علیه احزاب ناسیونالیست و اسلامی حاکم همچنان ادامه داره به خاطر مسئله نبود آب و برق که به قول مسئولین حکومتی که خودشون رسما گفتن در 24 ساعت شبانه روز کمتر از 8 ساعت امکان استفاده از آب آشامیدنی و برق هست. به هر حال این در جواب سوال شما خواستم بگم تصویر مردم یه چیز دیگه ایه، دعواهای بالای حکومتی یه چیز دیگه ایه، و این فشار و اعتراضات پایین مردمه که جناها و انواع باندها و احزاب مختلف در حکومت عراق رو به جون و هم انداخته و دارن بر بستر این وضعیت میخوان
خورده حساب‌های گذشته‌شون رو با هم تصویر نقش نیروهای سیاسی چپ، آزادی‌خواها، کمونیست‌ها در عراق آیا میتونن این نیروی بزرگی که به میدون اومده رو جهت بدن؟ آیا چه نقشی دارن و چه تأثیری میتونن بذارن تو این اوضاع بر زندگی مردم؟ بفرمایید. بله، به نظر من نیروهای رادیکال، آزادی‌خواه و چپ در عراق، چه در بخش جنوبی چه در بخش شمالی، در این شرایط و در موقعیتی که الان سراسر شهرهای عراق علی العموم برای دستیابی به امکانات رفاهی، برای دستیابی به ابتدای ترین خواستهاشون کل حکومت رو نشانه گرفتن، فساد حکومتی رو زیر ضرب گرفتن، میتونه و این امکان رو داره که احزاب و نیروهای چپ، احزاب کمونیست، احزاب رادیکال و سکولار در این وضعیت و در این شرایط هدایت و سازماندهی مبارزت مردم رو بر عهده بگیرن. متاسفانه شرایطی که در چندین سال اخیر در کلن عراق وجود داشته این امکان رو کمتر فراهم کرده که این احزاب که به عنوان نماینده به سخنگوی مردم میتونن ظاهر بشن، اون نقشی رو که باید ایفا بکنن تا کنون ایفا نکردن. امیدوارم بر بستر وضعیتی که الان وجود داره بتونن سخنگو به نماینده خواستای آزادی خواهانه، انسانی و برابری طلبانه مردم در شهرهای عراق، در شهرهای کردستان عراق هم باشن. خیلی ممنون عبدالگلپریان. البته سوالای بیشتری داشتم، از جمله انعکاس این خبرها در سطح بین‌المللی در مدیای رسانه‌های به اصطلاح جمعی و اینا، اما متاسفانه وقت برنامه تموم شد. من حتما در این زمینه جداگانه با شما برنامه خواهیم داشت که بتونیم به سهم خودمون اوضاع عراق و این اوضاع شادی بخش و امید بخش رو بتونیم خیلی گسترده تر به اصطلاح به گوش مردم ایران و جاهای دیگه برسونیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم، خسته نباشید. ممنون. بله دوستان عزیز، وقت برنامه کانال جدید چند دقیقه هست که تموم شده. باز هم برنامه های این چنینی خواهیم گذاشت در رابطه با مذهب و نقش مذهب و رهایی از مذهب و اینکه مذهب چه جایگاهی امروز در ایران داره و خلاصی از مذهب چه جایگاهی داره پیدا میکنه. بنابراین باز هم با ما باشید، برامون خبر بفرستید و بحث هاتون رو به ما از طریق ایمیل آدرس ما میتونید بفرستید. به پایان برنامه میرسیم، براتون بهترین ها رو آرزو دارم.